به نام الله مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی، و با هزاران سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند یک بار دیگر خیر مقدم عرض میکنیم حضور شما رو در سفره دل، و خوشحالیم از اینکه میزبان فضای گرم خانه های شما هستیم در سفره دل. و در این برنامه هم در ادامه مسیر پر فراز و نشیب زندگی مشترک، از ابتدای خواستگاری تا دوران نامزدی، شب ازدواج، ازدواج، حقوق متقابل و همچنان رسیدیم به مشکلات زناشویی، در ادامه مباحث هفته های گذشته با شما عزیزان و خوبان خواهیم بود و این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. امروز خوشحالیم و مفتخریم از اینکه مهمان بسیار عزیزی داریم در داخل استودیو که افتخار دادن و وقتشون رو در اختیار من و شما بینندگان عزیز گذاشتن تا از وجودشون و صحبتشون استفاده بکنیم. جناب استاد ماجد عباسی عزیز، مدیریت محترم تولید شبکه جهانی وصال حق، من از طرف خودم و به نمایندگی از شما خوبان و عزیزان خیر مقدم میگم وجود این بزرگوار رو در جمع ما. جناب استاد عباسی بزرگوار، بسیار خوش آمدید به سفره ده. سلامت باشید. خیلی ممنون. منم سپاسگزارم از شما و همچنین تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و همچنین عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق، و امیدواریم که بتوانیم در این سفره پربرکت انشاءالله آنچه که از کلام الله و رسول هست و آنچه که از حق و آنچه که از معارف دینی و دستاورد متمادی سالها و قرنهای بشریت و انسانیت هست رو، گوشه ای از آنچه که ما دریافتیم به شما عزیزان نیز برسونیم. آمین. بینندگان عزیز، ما در برنامه گذشته درباره راهکارهای پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام در حل مشکلات زناشویی صحبت کردیم و این موضوع از اون جهت اهمیت داره که راهکارهایی که مطرح میشه منتسب به شخصی است که اون شخص مورد تایید الله متعال در گفتارش، در رفتارش، در کردارش و خلاصه در ریز و درشت زندگی مبارکش و الگوی ماست در زندگی، و با خیالی راحت ما میتونیم اعتماد بکنیم با آنچه فرموده در باب حل مشکلات زناشویی، و بدون شک بزرگترین مربی و معلم بشر در طول تاریخ بوده است و هیچ کسی به اندازه پیامبر اکرم علیه السلام انسانها رو نشناخت و هیچ کسی به اندازه اون بزرگوار نتونست که برنامه هایی رو ارائه بده که این برنامه ها نه تنها گذر زمان از عظمت و از پویایی اونها نکاست، بلکه روز بروز بر اهمیتش و بر شمولیتش افزوده شد. این برنامه در طول تاریخ زندگی بشر بعد از اسلام همچنان پای بر جا خواهد بود تا قیام قیامت. و اشاره کردیم که خب با وجود اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در مشکلات زیادی که در زندگی داشتند در دعوت در 23 سال آخر عمر مبارکشون، در کنار اون هیچ وقت از مسئولیت همسری نسبت به همسرانشون به عنوان یک شوهر کوتاهی در این زمینه نداشتن، همون گونه که در هیچ گونه از وظایفی که عهده‌دارش بودن کوتاهی نکرده بودن، و با وجود اینکه باز 9 همسر در هنگام وفات در کنار رسول علیه السلام بود، باز هم واقعا جای حیرت داره که اون بزرگوار چگونه تونست این سلایق مختلف رو و این شخصیت‌ها رو در کنار هم دیگه بتونه همه رو کنترل بکنه، نگه بداره با وجود تمام مشغلهایی که خارج از خانه هم داشتن. و اشاره کردیم یکی از راهکارهایی که پیامبر اکرم علیه السلام بسیار استفاده می‌فرمودن لبخند زدن و گشاده‌رویی بود در مقابل
مشکلاتی که در ابتدا شاید میتونست جرقه باشه برای یک آتش بزرگ که پیامبر اکرم علیه السلام با یک لبخند مسئله رو صحیح ترش رو جمع می آوردن و اشاره کردیم به داستانهایی از برخوردان حضرت علیه السلام با ام المؤمنین عایشه. و اگر به خاطر داشته باشید من تاکید داشتم روی استفاده بهینه از صورت. وقتی که در مقابل یک مشکلی ما رو به رو میشیم، روی ما در مقابل این مشکل قرار میگیره، پیامبر اکرم علیه السلام به ما یاد دادن تا بهتر چگونه بتونیم از تمام صورتمون، از وجودمون استفاده بکنیم. با لبخند زدن، گشاده روی اولیش، دومیش چشم پوشی، چشممون رو ببندیم. بعضی جاهایی که نیازی نیست ما زیاد اهمیت بدیم، سرک نکشیم تو زندگی این اون، تو زندگی حتی فردی همسر خودمون، جاهایی که نیاز نیست و اگر فرزندی رو به خانه بخت فرستادیم زیاد تو زندگی اون سرک نکشیم. همون کاری که ابوبکر صدیق میکرد و یا خود رسول صلی الله علیه و سلم در برخورد با زندگی مشترک بانو فاطمه زهرا رضی الله عنها و سردار علی مرتضی رضی الله عنه. و علاوه بر گشاده روی و چشم پوشی اشاره کردیم به گفتمان و فضای ایجاد کردن پیامبر اکرم علیه السلام که تونستن صفیه دختر حویی ابن خختب سردار بنی نذیر، کسی که پدرش، شوهرش و خاندانش به دست پیامبر اکرم علیه السلام و مسلمین از بین رفت و خودش فرمود که من مبغوزتر از پیامبر نزد من در اون زمان کسی نبود. و پیامبر چه کرد با این فرد، کسی که یهودی بود، کسی که پدر و شوهرش و طایفش به دست پیامبر کشته شده بود و برها به دست مسلمین و به دستور پیامبر اکرم علیه السلام، چگونه پیامبر با این شخص برخورد کرد و ایشون رو قانع کرد و در تعامل زیبای خودش با این فرد چگونه قلب ایشون رو تسخیر کرد، به حدی که در وفات پیامبر اکرم علیه السلام در مریضی وفات میگفت یا رسول الله من آرزو میکنم کاش من جای شما بودم و این بیماری بر سر من میافتاد. و این هم درس دیگری است، گفتگو و حسن تعامل بعد از چشم‌پوشی و بعد از لبخند زدن و گشاده روی. و احیانا بعضی وقتا هم لازمه که کمی ما به هر حال بعد از اینکه از چشم و از صورت و از زبان خودمون استفاده میکنیم، گهگداری نیاز به پند و نصیحت هست. درجات کمی بالاتر میره، پند و نصیحت رو بیشتر میکنیم و بتونیم که به هر حال جاهایی که نیاز هست تذکر بدیم. بعضی وقتا این تذکر نیاز هست جدیتر هم باشه، مانند تذکری که پیامبر اکرم علیه السلام با ام المؤمنین به ام المؤمنین عایشه داشتن در جوابی که شنیدن از ایشون درباره خدیجه کبری رضی الله عنها. و این هم میطلبه که ما کمی بعضی جاها پند و نصیحت داشته باشیم، اما با اون شروطی که حکمت درش رعایت بشه و تحقیر نکنیم، توهین نکنیم و در جمعی نباشه و دلسوزانه باشه و مخلصانه. این خلاصه بود از برنامه گذشته. البته من پوزش میترم جناب استاد در محضر شما نبود، زیاد پرحرفی میکردم و فقط خواستم که عزیزانی که با ما نبودن در جریان باشن که ما این مسائل رو مطرح کردیم. من دوست دارم که ادامه موضوع رو از زبان شما بشنویم که خب پیامبر اکرم علیه السلام، شاید سوال پیش بیاد تا اینجا لبخند زدن فقط، آیا ما میتونیم با لبخند زدن، میتونیم با فقط چشم پوشی کردن، میتونیم فقط با صحبت کردن، گفتگو کردن و احیانا پند و نصیحت میتونیم مشکلات رو حل بکنیم، به همین حد اکتفا بکنیم؟ آیا به این حد میشه راضی شد یا نه نیاز هست که یک مقداری باز پله های دیگری رو هم طی کنیم؟ من تشکر میکنم از شما از این مقدمه زیباتون و تاکید میکنم بر فرمودتون در مورد دید و نگرش ما نسبت به راهکارهای شرع و دین و به ویژه سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و این رو قبل از هر چیز باید ما در نظر داشته باشیم به عنوان یک مسلمان که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الگوی ماست و اسوه و نمونه ماست، ما باید از ایشون پیروی بکنیم. نمونه یک انسان کامل هست و الله متعال ایشون رو به عنوان رحمتی برای بشریت و برای جهانیان نازل فرموده و ایشون رو خلق نموده و در واقع اون حکمتی که در قرآن و سنت هم بهش اشاره میشه همان راه و روش رسول الله هست. و چه زیباست که در واقع سنت و راه و روش رسول الله به معنای حکمت هست و در واقع در اون هم حکمت نهفته هست. یعنی کل اعمال و رفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم، راه‌های پیشگیری و درمانی که نسبت به امور داشتن، اینها تمامی آن حکمت هست. و همان گونه که خودشون هم می‌فرمایند که حکمت گم شده مؤمن هست و هر جا اون رو پیدا کرد
پس مؤمن شایسته است به اون حکمت که اون حکمت رو به دست بیاره و در حال اون رو انجام بده. اما برگردیم به مبحثمون. خب طبیعتاً همان گونه که در زبان عربی هم میگن، ضرب المثل عربی است که لکل مقام مقال، یا برای هر چیزی و برای هر راهی و برای هر کاری به هر حال یک راهی داره و یک چاهی داره که ما باید اون رو رعایت بکنیم. همیشه نرمی، همیشه لبخند، همیشه راه‌های شاید بگم حالا تماماً مسالمت آمیز شاید کارساز نباشه. عاشقانه. بله. و می‌بینیم که حالا به قول بعضی‌ها میگن رمانتیک. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شکی در این نیست که اسوه بودن در نرمی، در رفق، در ملایمت، شکی در این نیست. ولی باز هم می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم روش‌های دیگری هم به کار بردن. اما من احساس می‌کنم مهم‌تر از بقیه روش‌ها که انشالله بهش می‌رسیم، قضیه تحقیق و تثبت و تبیین نمودن هست در هنگامی که یک مصیبتی، یک مشکلی، یک قضیه‌ای، یک حادثه‌ای به وجود می‌آمد. و نمونه بارزش هم حادثه افک است. تهمت که به ام المؤمنین عایشه زده شد. خب یک مصیبت بود، یک مشکل بود، در واقع یک چالش بود برای خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برای دین مبین اسلام، برای خانواده ابوبکر صدیق، برای اهل مدینه، برای صحابه، برای اهل بیت، برای تمامی مسلمان‌های آن زمان که در واقع از چند هزار نفر تجاوز نمی‌کردند، شاید 2000 3000 4000 در مدینه. خب ببینیم رسول الله صلی الله علیه و آله با این قضیه که بسیار هم گران تمام شده بود براشون چگونه برخورد میکنه. قبل از هر چیز اگر اشاره بفرمایید به خود موضوع، بله، به خود موضوع، چون شاید به بخشی از بینندگان عزیز ما در جریان نباشن. به هر حال بحث تهمت مادر رو حالا کلیاتش رو شاید شنیده باشن، در جزئیاتش چون میخوایم از این درس ها بگیریم. اگر اشاره بفرمایید به خود موضوع افک، از کجا چطور شروع شد؟ بله، خود موضوع افک قبل از اون باید بدونیم که در جامعه مدنی یا در جامعه مدینه هم از مسلمون ها گروه های دیگری هم بودند، اضافه بر مسلمون ها یهود بودند، منافقین هم بودند. منافقین خب در ظاهر خودشون رو مسلمان معرفی می کردند، اما آنها که مساله و منافع خودشون رو در واقع با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم و با استقرار رسول الله در مدینه از دست داده بودند، اونها سعی می کردند از داخل در دین مبین اسلام رخنه وارد بکنند و مشکلات و شکاف و به هر حال از داخل مانند خوره این دین رو از داخل بزنن، مار در آستین بودن، مار در آستین. اما الحمدلله که الله دین خودش رو وعده داد و حفظ کرد، شکی در این نیست. اما سرکرده اونها عبدالله ابن عبی بود که قبل از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاد به مدینه، وعده پادشاهی و به هر حال رهبریت مدینه بهش داده شده بود و آماده شده بود برای تاجگذاری، که وقتی که رسول الله اومد و خود اهل مدینه رسول الله رو دعوت کردند که بیاد، خب این شخص مهمترین کسی بود که در واقع ضربه دید و ضرر کرد، یعنی اون رهبریت و قیادت و پادشاهی رو از دست داد و همین خاطر کینه شدید رو بر دل گرفت و اظهار اسلام کرد، اما در باطن کفر و نفاق، نامسلمانی و نفاق رو که در خودش نهفته کرده بود. میبینیم که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سال پنجم هجری از غزوه بنی مستلق که برمیگردند، که در این غزوه رسول الله صلی الله علیه و سلم با پیروزی برگشته بودند، خب پیروزی های پی در پی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب نیز باز هم مانند یک ضربه های سنگینی و مهلکی بود برای منافقین که میدیدند این دین جدیدی که اونها را در واقع مصالح و منافع اونها را تحت شعاع قرار داده، هی روز به روز داره پیشرفت میکنه. خب هنگامی که برمیگشتند، عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عادت قوافل در زمان عرب این بود که یک نفر رو در مقدمه، یعنی در جلوی قافله میفرستادن، و یک نفر رو در پشت قافله که به هر حال نگاه بکنن اون کسی که جلو به هر حال وضعیت جلو رو بسنجه و اون کسی که پشت هم باید دقت بکنه که افرادی یا اشیایی چیزی از قافله جا نمونده باشه. هنگامی که برمیگشتن به مدینه در جای اتراق کرده بودن، پس از این که می‌خواستن به هر حال حرکت بکنن و بیان، نزدیکی‌های شهر مدینه بودند که شخصی به نام صفوان ابن معطل، اون شخص در واقع
از صحابه بود، بله از صحابه بود که با خانواده رسول الله یعنی با عائله ابوبکر و رسول الله و غیره آشنایی داشت و یکی از صحابه های مشهور بودند، شناخته شده بودند و به صلاح و به خوبی و رسول الله صلی الله علیه و آله این قضیه اشاره میکنه بعدها میبینیم. خب ام المؤمنین عایشه که در هودج بودند یا محمل یا کجاوه یا اسمای متعددی که داره، ام المؤمنین عایشه اون موقع سنشون کم بود، اونم در این سفر هم همراهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این سفر همراهی رسول الله صلی الله علیه و آله می‌کردن با قرعه بر طبق احادیث و روایت صحیحی که در این زمینه هست از جمله حدیث امام بخاری، با قرعه همراه رسول الله صلی الله علیه و آله بودن. ایشون چون وزنشون کم بود هنگامی که رفتند برای قضای حاجتشون، میگن که وقتی که ما برگشتیم دیدیم که گردنبندی که بهم گردنبندی که مال من بود و بهم به هر حال هدیه داده بودند و اون گردنبنده با هم نیست، افتاده. دیدم که افتاده، سری برگشتم که اون گردنبند رو پیدا کنم، ای دنبال گردنبند میگشتم، وقتی که اومدم دیدم که قافله رفته. خب چون که به هر حال سبک بودند ایشون، کسانی که اون کجاوه و محمل رو حمل می‌کردند احساس نکردند که ام المؤمنین عایشه نیستن، چون به هر حال در سن نوجوانی بودند و هنوز طبیعت زن هست و طبیعت اصلا کلاً انسان هست که در سن کم هنوز به اون رشد جسمی نمی‌رسه. بله. تغذیه هم بعضی خب داشته باشه. اینجا اینها به راه خودشون ادامه میدن، اما آن شخصی که در پایان یا در آخر قافله به هر حال مأمور هست از طرف رسول الله، می‌بینه که زنی نشسته، شخصی نشسته، در واقع ام المؤمنین عایشه میفرمایند که من اونجا نشستم و خوابم برد، دیگه منتظر موندم، گفتم حتما خستگی سفر یک چیز طبیعی بود، گفتم حتما خودشون که متوجه میشن برمیگردن دیگه که من به هر حال جا موندم و خیلی نگران شدم، ولی دیدم راهی نیست. صفوان وقتی که دید که کسی جا مونده نزدیک میاد و حتی از دور که متوجه میشه که ام المؤمنین عایشه هست، چون قبل از نزول آیه حجاب ایشون رو دیده بود، اون موقع با تکبیر و با سبحان الله گفتن و با ندا گفتن به هر حال ایشون رو متوجه میکنه و پس از اون ایشون جلوی به هر حال راحله افسار حالا نمیدونم شتر بود اگر اشتباه نکنیم، شتر رو میگیره و ام المؤمنین عایشه سوار میشن و به هر حال ایشون جلو و ام المؤمنین پشت، بدون اینکه صحبتی هم کرده باشن، هیچ گونه صحبت، این نهایت ادب رو میرسون، ادب صحابه با رسول الله، با همسران رسول الله، با خواهران مسلمانشون. درس های زیادی در این داستان نهفته است. پس از اینکه به هر حال اینها برمیگردن به مدینه، منافقین و سرکرده اونها عبدالله ابن ابی این قضیه رو که متوجه میشه سریعا شروع میکنه به نشر اکاذیب و شایعه و قضیه افک رو، یعنی تهمت به ام المؤمنین عایشه و صفوان رو مطرح میکنه. این قضیه شاید بیش از یک ماه میگذره و به ام المؤمنین عایشه نمیرسه این قضیه، خبردار یعنی خودشون اصلا متوجه نمیشن. به حال رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوه ابوبکر صدیق و همسرشون و خیلی از نزدیکان دوربر رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوند، اما ام المؤمنین میفرماید که من نشنیدم تا اینکه مادر مسته که یکی از اقوام نزدیک ابوبکر بود، میگویند خاله و یا دختر خاله ایشون بود، یعنی به حال از نزدیکان ام المؤمنین عایشه و شخصی بود که ابوبکر صدیق رضی الله عنه چون که مالدار بودند و تاجر بودند نفقه اینها رو میدادند، نفقه ام مسته و نفقه مسته رو، نفقه اینها رو بله نفقه اینها رو میدادند. هنگامی که ایشون میرن بیرون با ام المؤمنین عایشه، ام مسته وقتی که به هر حال آره وقتی که حالا یهو پاش لیز میخوره که بیفته زمین میخوره. یک آره زمین به هر حال بخوره، یک طبیعتاً در عادات و رسوم ما هم هست، یک الفاظی رو بر زبان میاریم دلالت بر ناخوشایند بودن و یک نارضایتی است. ام مسته اینجا به هر حال یک توهین یا یک ناسزا یا یک لعنتی میکنه به میفرسته برای پسرش که مسته باشه و ام المؤمنین عایشه ناراحت میشه، میگه چرا این شخص بدری هست، مسلمان هست، صحابی هست، چرا داری نفرینش میکنی؟ مادرش میگه مگر تو نشنیدی؟ چی رو نشنیدم؟ میگه مگر نشنیدی که این شخص به تو تهمت زده؟ چه تهمتی؟ بالاخره قضیه رو مطرح میکنه و ام المؤمنین عایشه میفرماید که واقعا من شوکه شدم، جا خوردم و دیگه کار من بود گریه کردن و اصلا دیگه نمیتونستم، تون یک ماه هنوز خبر نداشتم خبر نداشتم تازه خبر و حالا متوجه شدم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
چطور یک ماهی میشه که رفتارش با من تغییر کرده؟ گرچه چیزی نمیگه اما کمتر میاد پیش من، با من نمیشینه، زیاد با من خوشبش نمیکنه، فقط حالمو میپرسه و میره. اون لطافتی رو که در رفتار قبلا مشاهده میکرد الان نمیبینه، اون صمیمیت قبلی دیگه نیست. میگفت حالا متوجه شدم. پس از اون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک بار دیگه میاد به حالش رو میپرسه. ام المؤمنین عایشه که داره گریه و زاری میکنه، اون موقع دیگه قضیه رو فهمیده بود و از رسول الله اجازه میخواد که بره خونه پدر مادرش. میره خونه پدر مادر، با اونها قضیه رو مطرح میکنه و میگه آیا شما چنین چیزی رو شنیدید؟ پدر مادرم میگن که بله ما شنیدیم. و ام المؤمنین عایشه بیشتر شوکه میشه، بیشتر جا میخوره، گریه میکنه. چندین روز میگه من گریه میکردم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حالا زیاد به قضیه نپردازیم اما درس هایی که در این قضیه نهفته است و راهکارهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله به کار بردن، اینها بسیار مهم هست. واقعا تهمت بسیار بزرگیه، یعنی تهمت که از این بزرگتر نمیتونه یک مرد و زن، یک زن و شوهر نمیتونن بزرگتر از این تصور بکنن تو زندگیشون که مثلا یکی از اونها متهم میشه به این تهمت. خیلی با تهمت سنگه. اونم همسر یک پیامبر، اونم چه شخصیتی در چه جامعه ای، یعنی یک انسان رو در واقع از پا در میاره، چه زن چه مرد. میبینیم که بعدها آیات نازل میشه در براءت و پاکی ام المؤمنین عایشه که آیات سوره نور هست و معروف هست، تا ای از 11 تا 26 15 آیه. اما رفتار رسول الله صلی الله علیه و آله را اگر ما بخوایم بررسی کنیم، بشکافیم، چگونه برخورد میکردن رسول الله؟ نکته مهمه. رسول الله صلی الله علیه و آله این قضیه رو که شنیدن، به هیچ وجه قبل از هر چیز آرامش خودشون رو حفظ کردن و عجله نکردن. این در حد طول یک ماهی که عایشه صدیقه خبردار نداشت، بعد از یک ماه که شنید تازه متوجه شد که این یک بعضی از این رفتارهایی که از رسول صلی الله علیه و سلم میدیده به خاطر اون بود. یعنی تو این یک ماه پیامبر اکرم علیه السلام نه تنها بهش نگفتن، بلکه حتی تو رفتار هم تا نهایت سعیشون رو کردن که عایشه متوجه نشه. یعنی اون چیزایی که به هر حال ازشون اون، خب طبیعتاً انسان، ما فراموش نکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر بودن، معصوم بودن، اما بشر بودن. بله. اون ویژگی ها و خصائص بشری هم در درون ایشون بود و هست. و قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا متاثر شده بودن و دیگه شاید نمیتونستن اون رفتار قبلی رو داشته باشند. خب هنوز هم وحی نیومده بود که براءت رو ثابت بکنه، اما با این حال صبر و حلم و حکمت و عدم تعجل از رسول الله صلی الله علیه و آله رو میبینیم که چقدر زیبا عجله نمی‌کنن توی حکم. اصلا به هیچ وجه رفتار خودش رو به گونه‌ای قرار نمیده که مورد آزار قرار بگیره ام المؤمنین عایشه. یعنی با رفتار خودشون ایشون رو آزار نمیدند. پس از اون نمیره مستقیم رسول الله صلی الله علیه و آله تا قبل از اینکه خودش قضیه رو بشنوه، اما پس از اینکه ام المؤمنین عایشه قضیه رو میشنوه و میره خونه پدرش، اون موقع رسول الله میره پیشش قبل از اینکه آیات در براءت ام المؤمنین عایشه نازل بشه، ازش میپرسه با صراحت و شفافیت. این یک قضیه دوم هست. پس از اینکه ایشون شنید، با صراحت و شفافیت ازش میپرسه برای اینکه تثبت بکنه اگر گناهی کردی، اشتباهی کردی، یا اینکه اصلا قصدی گناهی داشتی، طلب مغفرت و بخشش بکنه از الله متعال که الله تو رو میبخشه. و این باز هم ام المؤمنین عایشه میفرماید که واقعا متاثر شدم و گریه کردم و خیلی برام سنگین بود. خب کاری نکرده بودن، اما تثبت و تحقق یا تحقیق و بررسی رو در واقع میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزدیکان میره میپرسه، از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، از اسامه ابن زید، اینا نزدیکانی بودن که در منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، از بریره که خادمه ام المؤمنین عایشه بودن و خادمه منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، از ام ایمن که به هر حال شیرده یا دایه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، اینا کسانی که در خود خونه بودن، از نزدیکان بودن. نمیره که از دیگران بپرسه تا اینکه اون سریت قضیه حفظ بشه، چون رسول الله فاش خیلی شاید میدونن تو مدینه. آره همه میدونن، اما برای مراعات به هر حال روح و روان خانه و خانواده و همچنین اگر که ام المؤمنین عایشه خب بشنوه که رسول مثلا داره از همسایه میپرسه، از دیگران غریبه میپرسه، خب بیشتر براش گران تمام میشه، ضربه روحی بیشتری میبینه. یه چیز طبیعی هست. خب میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تثبت میکنه، باز هم آرامش خودش رو حفظ میکنه، با اینکه بسیار براش سخت هست،
بیش از یک ماه وحی نازل نمیشه، قطع میشه نزول وحی. باز هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هرگز با تندی برخورد نمیکنه، هنوز نمیدونه قضیه چیه چون غیب نمیدونست. اینجا یک نکته دیگه هم نهفته است. درس و فواید زیادی هست در این حادثه، اما ما به هر حال به مباحثی باید بپردازیم که موضوع سفره دل ماست در واقع و برای خانواده های عزیز، زوج های عزیز و جوان بیشتر مفید هست. بفرمایید. خیلی ممنونم جناب استاد عباسی عزیز. واقعا این موضوع افک همونجوری که شما فرمودید، از یک طرف هم موضوع بسیار بر حال دردآوریه، یعنی حقیقتا وقتی انسان میخونه، خود روایت هم که باز مشهورتره که خود مادر راوی حدیث هم هستن، و وقتی که باز تصور میکنه که طرف دیگه جریان رسول الله صلی الله علیه و سلم، و چقدر واقعا این دفعه حالا میتونیم بگیم که دشمن به جای اینکه با شمشیر بیاد و جانهای مسلمین رو مورد هدف قرار بده، این دفعه با اون تیر تهمت خودش مستقیم قلب رسول صلی الله علیه و سلم رو این دفعه هدف قرار داد، با زیر سوال بردن عزیزترین فرد زندگیش، و واقعا هم تهمت سنگین نیست. اما اگر اجازه بدید یک سری به اتاق فرمان بزنیم برگردیم، من دوست دارم حالا بیشتر درباره نکات ظریفی که بیشتر در این آیات هست و درباره این داستان هست این رو استفاده بکنم، چون مواردی رو ما هم داشتیم در پیام‌هایی که بینندگان عزیز فرستادن احیانا، و اشاره شده به همچین مواردی که مثلا شوهر من به من بدبینه و اعتماد نداره، هر کاری میکنم خواهری فرستاده بودن، یا برادری باز همچین حرفی رو گلایه هایی رو داره. بخاطر اینکه بیشتر استفاده بکنیم از این موضوع، و انشالله اگر جناب دکتر هم باز همراه ما باشن بعد از میان برنامه از صحبتشون هم استفاده میکنیم، با اجازه شما یک سری به اتاق کنترل میزنیم و به همراه شما بینندگان عزیز برمیگردیم. همراه شما هستیم انشالله بعد از میان برنامه. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كلٌ
وصال حق تابشی از قرآن و سنت. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، با صفحه دل همچنان همراه شما هستیم با حل مشکلات زناشویی در پرتو راهکارهای رسول صلی الله علیه و سلم. تصور کنید اگر خدای نکرده یک روزی یک نفری به هر حال از کسایی که با ما مشکل داره، از دشمنان، از کسایی که چشم دیدن ما رو نداره، همسر ما رو در مکانی دید با یک نفر دیگه و بعدن چون شرایطی که برای رسول صلی الله علیه و سلم پیش اومد همچین شرایطی است. عایشه صدیقه از قافله جا میمونه و یک صحابی هم که امر شده بود که پشت سر کاروان بیاد که احیانا اگر چیزی از قافله جامون با خودش برداره، مادر رو میبینه و بدون اینکه هیچ کلامی گفته باشه و صحبتی بکنه میاد و خیلی محترمانه مؤدبانه شطور رو میخوابونه، خودش دور میشه، سوار میشن مادر، دوباره میاد نزدیک، افسار رو میگیره و میره. و به هر حال منافقین و بقیه صحابه هم این صحنه رو میبینن وقتی که به کاروان میپیوندن و تهمت ها شروع میشه. اگر یک فردی همچین کاری رو با ما بکنه و همچین اتفاقی برای ما بیفته، چه برای برادری که اگر خانمش رو کسی جای دید تصادفی داخل ماشینی به هر حال همراه مردی که شاید توجیه پذیر نباشه ارتباط اونها، یعنی با هم بودنشون به تعبیری بهتر، یا اینکه برای یک خواهر این اتفاق بیفته که شوهرش رو کسی ببینه با یک خانم دیگری در یک فضایی که به هر حال داخل یک ماشینی و مسیری با هم دارن میرن و توجیه پذیر نباشه شاید برای همسرش این ارتباط در ظاهر. اگر بعداً تهمت ها بر اثر همین سلام علیک و همین ارتباط، همین با هم بودن ایجاد بشه و به گوش من نوعی همسر برسه، من چی کار میکنم؟ من چقدر به همسرم اعتماد دارم و چقدر به چند سال زندگی مشترکم نگاه میکنم، چقدر به دانسته های خودم اعتماد میکنم نسبت به همسرم؟ آیا اینجا گوشم برام مهمتره که چی میشنوه از دیگران؟ به شنیده های خودم بیشتر اعتماد میکنم یا به دیده های خودم در طول چند سال زندگی مشترک با همسرم و اعتماد میکنم به همسر خودم و به این تهمت ها گوش نمیدم و بنیان زندگی خودم را از هم نمیپاشونم و تهمت نمیزنم به همسر خودم و اون رو متهم نمیکنم و مشکلات برای خودم و خانواده و طایفه و ایل و تبار ایجاد نمیکنم؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با جناب دکتر نور محمد عمرا، استاد علوم اسلامی که همیشه زحمت های این برنامه بیشتر گردن ایشون هست، همراه میشیم و بررسی میکنیم بیشتر ابعاد تهمتی رو که به همسر سردار کائنات صلی الله علیه و سلم زده شد و بر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که درسی است برای من، شما و ما همه مسلمین. جناب دکتر سلام بنده رو از طرف خودم، جناب استاد ماجد عباسی بزرگوار و بینندگان عزیز پذیرا باشید. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی بزرگوار و خدمت استاد هممون جناب استاد ماجد عباسی که شرف دادن امروز که ما در خدمت ایشون باشیم و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت تک بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستن و دوستان اتاق فرمان و از شما هم کمال تشکر و قدردانی رو دارم که فرصتی دادید در خدمت شما باشم و بر من منت نهادید. منت شما نهادید بر دیدگان ما و بر بینندگان عزیز. جناب دکتر درباره عفق صحبت کردیم، جناب استاد عباسی هم به بخشی از برداشت ها از برخی از آیات اشاره فرمودن و از این داستان و بر خود رسول صلی الله علیه و سلم. موارد دیگری رو که شما نیاز میبینید ما مد نظرمون باشه در داستان عفق برای ما و بینندگان مطرح بنامید. بله، اگر اجازه بدید قبل از این موضوع من به یه نقطه‌ای اشاره کنم که آیات مبارکه سوره نور به اون اشاره دارن.
و اون شاید مهمترین درسی باشه که ما میتونیم از این حادثه بگیریم. واقعا حادثه افک یک جنگ روانی بود و شاید سختترین و مشکلترین جنگی بود که جامعه اسلامی رو در بر گرفت. خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خانواده ایشون و ناموس ایشون زیر سوال رفت و افرادی زباندرازی ها کردن. حالا ببینیم بعضی از مفسرین امثال امام ابو سعود یا امام زمخشری میفرمایند یه نقطه بسیار ملاحظه زیبایی داشتن در مرورشون بر آیات قرآنی که هیچ جایی از قرآن ما شدت برخوردی رو از جانب خداوند متعال بر مخالفی نمیبینیم بدین شدتی که در این آیات هست. در این آیات افک خداوند به شدت بسیار با الفاظ بسیار تندی با این مورد برخورد کرد، چرا که این مورد بسیار حاد هست که ما متاسفانه در جامعه شاهد اون هستیم که افرادی بدون اهتمام، بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی همچنین سخنانی، همچنین حرفایی رو میپرونند. در اینجاست که ما میبینیم خداوند متعال با افراد در حادثه افک، این بهتان بزرگ، چطور برخورد کرد. افراد جامعه چهار گونه بودند، چهار صف بودند. گروهی همونایی بودند که این شایعه رو درست کردند و این رو بر زبونها میراندند که اونها منافقان بودند و به هر حال نیش عقرب بود که توی به اصطلاح کارشون همین بود که در جامعه اسلامی فساد به بار بیارن، جامعه رو به هم بریزن، مسلمان‌ها رو از پیامبرشون دور کنن. این افراد رو قرآن کریم صراحتاً مسئلهشون رو واضح کرد و فرمود که برای اینها عذابی است بسیار سخت و دردناک در روز قیامت. خب یک گروه دیگه بودن اونهایی که ناخواسته یا نادانسته این حرفهای منافقین رو نشخوار میکردن. البته این افراد هم افراد کمی نبودند، افراد برجسته‌ای بودند. مثلا حسان شاعر بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر بهشون میگفت که اون شد و روح القدس مکش شعر تو بگو جبریل هم با تو است، و حمنه به اصطلاح خواهر ام المؤمنین مادر مؤمنان زینب، یعنی خواهر خانم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از خیشاشون، از نزدیکان، خیلی به اصطلاح جایگاه مهمی داشتن. مستح که پسر دخترخاله ابوبکر بود و از مشارکان در غزوه بدر بود، یعنی کسی که مژده بهشت رو در دنیا گرفته بود. با وجود این مکانت و جایگاه اینها، چون که در همچنین موضوع حادی دخالت کرده بودند، زبان درازی کرده بودند، اینها در پایان مسئله ما دیدیم که خداوند متعال دستور داد پیامبرش رو که اینها رو تنبیه کنه و اینها مجازات قانونی شدند، با اینها برخورد قانونی بسیار شدیدی شد، چرا که کار اینها در یک ضربه محکمی هست، مهلکی هست بر پیکره جامعه. ما تعجب میکنیم از گروه سوم که برخورد خداوند متعال با اینها چطور بود. گروه سوم اون گروهی بودند که این حرف رو میشنیدن و میگفتن که خب به ما مربوطی نیست، به هر حال ما تو این حرف دخالت نمی کنیم، سکوت اختیار کردن. همین که این افراد سکوت اختیار کردن، قرآن کریم اینها رو به شدت سرزنش کرد که آقا چرا سکوت؟ شما وقتی همچین حرفی رو میشنیدین، شایسته شما بود که آقا بیایید از اینها مدرک و دلیل بخواید. اینهایی که همچنین حرفی رو زدن، شما چرا نگفتید که دلیلتون کو، مدرکتون کو، برهانتون کو، شاهداتون کو؟ شما مگه نباید در همچنین موردی باید 4 تا شاهد داشته باشید؟ و بهشون گفت که آقا شما چرا سکوت کردید؟ گمان نیک بردن به جامعه اسلامی این اصل موضوع است. چطور ما تصور میکنیم انسانی که همه زندگیش طهارت است، پاکی است، خوبی است، بیاد در یک چشم هم زدن، در یک به سلام معضله اخلاقی به این صورت گیر بیفته؟ پس
اصل بر این بود که شما بیایید این مسئله رو به صلاح حسن ظن داشته باشید، از لحظه اول انکارش کنید، قبول نکنید اصلا، حتی شنیدنش واسهتون باید سخت باشه. مورد دوم، وقتی کسی این مورد رو مطرح کرد شما باید واکنش نشون بدید، واکنشتون هم باید تند باشه. آقا دلیلت کو، برهانت کو، سرصدا را بندازید. تا طرفی که همچنین موردی رو مطرح میکنه میخواد جامعه رو به فساد بکشه، این افراد در تعبیر قرآنی والذین یریدون، اینا افرادی هستند که یحبون ان تشیع الفاحشه، اینا افرادی هستند که میخوان، دوست دارن فحش و فاحشه و فساد در جامعه منتشر بشه. به اصطلاح شاید این حرف رو از قصد بد نگن، موردی پیش اومده، حرفی شنیدن، حداقل حتی سکوت در مقابل همچین مواردی از دیدگاه قرآنی جنایت هست. خب چه کار باید کرد؟ اینجاست که قرآن کریم از گروه سوم، از گروه چهارم ببخشید، به خوبی یاد میکنه و میگه که این کارشون کار درست بود و تعبیر درست بود. اونها که بودن امثال ابو ایوب انصاری و همسرشون، که فوراً وقتی که این حرف رو شنیدن فوراً دادشون بر اومد که سبحانک، امکان نداره، این هذا بهتان عظیم، این یک اتهام و یک تهمت بسیار ناشایست و بزرگی است، و کاملاً این رو رد کردن. و هر یکیشون میگفت که، ابو ایوب خانمش میگفت که اگر خانم در شما جای عایشه میبودید همچین کاری میکردید؟ هرگز، هاشا و کلا، چطور ممکنه من همچین خیانتی رو بکنم؟ گفتن پس عایشه بهتر از تو و صفوان هم بهتر از من، پس امکان نداره که همچین موردی پیش بیاد. ما از اینجا این درس رو باید بگیریم که در جامعه اگر همچنین پارازیتی رو کسی در مقابل ناموس انسانی مطرح کرد، یه طعنه‌ای زد، حرفی پروند، نه اینکه ما به اصطلاح سعی این رو بیایم نشخارش کنیم، نه حتی اجازه نداریم سکوت کنیم، باید با این مورد برخورد جدی کنیم و طرف رو زیر سوال ببریم که شما حق ندارید همچنین مورد رو مطرح کنید، چرا که مطرح شدن همچنین قضایایی و ساده گرفتن اینها باعث میشه که بنیان خانواده هایی از هم بپاشه، باعث میشه که جامعه اعتماد به خودش نداشته باشه، باعث بشه که یک وسوسه ای در بین افراد منتشر بشه که اینها همه بنیان خانواده رو زیر سوال میبره و خانواده هم که اولین و کوچکترین کانون یک جامعه بزرگ هست، با فروپاشی خانواده ما دیگه جامعه هم نداریم. جناب دکتر، حالا موضوعی که شما اشاره فرمودید وظیفه دیگران در برابر یک تهمت است. وقتی که یک تهمتی پخش میشه، اون کسانی که خارج از این دایره تهمت هستن وظیفهشون اینه که به فرموده آیات کلام الله مجید نه تنها نباید بدون دلیل بپذیرن، بلکه در ابتدا باید بیان و با شدت برخورد بکنن و دلیل بخوان. و اما خب کسانی که خودشون در دایره تهمت داخل هستن، به عنوان مثال وقتی همسری زیر سوال میره و تهمت زده میشه بهش، وظیفه همسرش چی هست؟ ما در درسی که از رسول صلی الله علیه و سلم میگیم تو این جریان، خب پیامبر اکرم علیه السلام اینجا نه تایید کردن نه رد کردن، حالا یک کسی که تهمت زده میشه در ابتدای کار این گونه بود برخورد رسول صلی الله علیه و سلم. وظیفه یک مرد در مقابل خانمش یا یک خانم در مقابل مردش چه هست در وقتی که تهمت زده میشه در قالب همین آیات و داستان و سیرت رسول صلی الله علیه و سلم؟ بله، در این حادثه ما میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور برخورد میکنن. در حال یک تهمتی هست مطرح شده، رو زبانها افتاده، الان پیامبر هم بشر هستند، علم غیب ندارند، وحی هم نیومد که خبر بده، این مورد خب یک مورد حادی هست. اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان بگن که نه خیر هیچ موردی نیست، یا بیان با زور متوسل بشن، خب این قائله نمیخوابه و این مشکل حل نمیشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا چیکار میکنن؟ تحقیق میکنن در این مورد، یه مقداری صبر میکنن در ابتدای کار تا ببینن که این مسئله به کجا میرسه، از کجا قضیه آب میخوره، همه این موارد مطرح میشه. خب میان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صراحت اعلام میکنن که یه تهمتی رو برخی افراد
مطرح کردن، میخوان که به ناموس من تهمت بزنن، منو اذیت دارن میکنن و تهمت رو به کسی میزنن، یکی از صحابه، یکی از افرادی که من جز از خوبی از هیچی ندیدم، و تهمت متوجه یکی از همسران من هست که همسری هست که در یک خانواده بسیار با عفت، خانواده ابوبکر صدیق، مرد دوم اسلام در اون خانواده تربیت شده، من هیچ بدی از اینها ندیدم. اما خب جامعه در اون حالت یک حالت تشنجی هست، افراد میان با هم گلاویز میشن، بعضی ها میگن که یا رسول الله کی هست، هر کی هست شما فقط اشاره کن ما گردنشو بزنیم، کسی جرأت بکنه که به شما تهمت بزنه. بعضی از اون خیشای منافقا که مسلمانای خوبی بودن اما به هر حال یک مثلا تعصب خیشاوندی و قبیله‌ای و اینا بود، اینا هم بودن داد فریاد را انداختن که نخیر، کسی اگر از خیشای خودت می بود که این کارو نمی، این حرفو نمی زدی، از چون که میفهمی که از خیشای ماست این حرفو زدی. اینها با هم گلاویز شدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدن که نه، قضیه به این صورت حل نمیشه، اومدن بعد تحقیق کنن در این مورد. و ببینین حتی در شیوه تحقیق پیامبر اکرم ما نمیبینیم که پیامبر بیاد مثلا از ابوبکر بپرسه یا بیاد از شخصیت‌های بسیار بزرگی از صحابه، سعد، نمیدونم قعقاع، اینهایی که افراد بزرگی هستن، اینا بیاد بپرسه ازشون که مسئله رو چیکار کنم، یا شما. اینا افرادی هستن که در فضای خانواده نیستن، اینها اولا در از موضوع هیچ اطلاعی ندارن، دوما افرادی که باید انتخاب میشن برای مشوره یکی افرادی باشن که دهنشون قرص باشه، که هیچ وقت هیچ حرفی از دهنشون بیرون نیاد. دوما این افراد باید افرادی باشن که شما رو دوست دارن، خانواده شما رو دوست دارن، آینده شما براشون مهم هست، هم ناموس شما براشون مهم هست، هم زندگی شما. یعنی چی؟ یعنی از افراد، از خیشان بسیار نزدیک، افرادی که دهنشون قرص هست، افرادی که خیشند، آینده شما، خانواده شما براشون مهم هست، و افرادی که دیگه به اصطلاح رودرواسی ندارن، افراد صریح هستند و به اصطلاح این مسائل رو حرف خودشون رو میزنن تا شما به نتیجه مثبتی برسید. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم افرادی که انتخاب کردن کی بودن؟ از مردا، مثلا از حضرت علی پرسیدن. خب حضرت علی کسی است که تو خونه پیامبر بزرگ شده، مثل فرزند است برای پیامبر، زندگی پیامبر براش مهم است، داماد پیامبر هست، یک مشکلی، یک تهمتی، یک چیزی به خانواده پیامبر، به هر صورت دامنگیریشون هم میشه. مدت یک میبینه پیامبر خیلی ناراحتن، نگران هستند. وقتی از حضرت علی میپرسند میگن که یا رسول الله شما نیاز نیست که خودتون رو ناراحت کنید، خب زن زیاد است، و اگر میخواید در این مورد بیشتر تحقیق کنید، بهترین کسی که در این مورد میتونه جواب درستی شما به شما بده بریره هست. بریره خادمه ای هست، کنیزی هست، خونه شماست، همین شب و روز با عایشه هست، در حال اگر موردی بیاد حتما کنیزه از اون بو میبره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفهمن، میبینن که بله واقعا مشوره حرف به جایی است. بریره رو صدا میزنن که بریره دخترم، شما از عایشه چیز بدی دیدی؟ میگه یا رسول الله من هیچی ازش بدی ندیدم، اما خب جوونه، وقتی میشه ما میایم خمیر میکنیم که نون بپزیم، خوابش میبره، مرغ میاد نونو میخوره، تنها بدی که من دیدم، کوتاهی که من از عایشه دیدم اینه، اما هیچ بدی دیگه من ازش ندیدم. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طرف دیگه‌ای که مشوره میکنه ازش اسامه هست. اسامه کیه؟ اسامه فرزند زید هست، زیدی که تا دیروز اسمش بود زید پسر محمد، یعنی اسامه در خانواده انگار که نوه پیامبر هست، تو خونه بزرگ شده، همه همسرای پیامبر رو خوب میشناسه، مثل بچه هست واسه شون، خب همه ریز و درشت خانواده پیامبر تو دستش هست، و دلسوز هم هست، دهنش هم قرصه، رو دروازی هم با کسی نداره. وقتی میاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ایشون مشوره میکنن، میگن یا رسول الله امکان نداره، عایشه رو من میشناسم، هیچ امکان نداره که کوچکترین لغزشی از ایشون صورت بگیره، تازه یا رسول الله مگه نه اینکه خداوند به شما امر کرد که با عایشه ازدواج کنید؟ امکان داره که خداوند به شما بگه با کسی ازدواج کنید که به اصطلاح ریگی تو کفشش باشه؟ امکان نداره.
بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانم ها با کی مشوره میکنن؟ با زینب. زینب کیه؟ زینب بسیار دختر عمه پیامبر هست و زندگی پیامبر، آبروی حیثیت پیامبر براش مهم است و در عین حال در رقابت بسیار شدیدی هست با عایشه، یعنی هووی درجه اول عایشه زینب هست. خب زینب اما آدم چی هست؟ آدم قرصی هست، آدم با تقوایی است، آدم درستکاری است، امکان نداره دروغ بگه. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون میپرسن و خواهر زینب یکی از افرادی هست که داره به صورت سنپاشی میکنه و حرفای نادرست رو داره تکرار میکنه، پیامبر وقتی از ایشون میپرسند میفرمایند که یا رسول الله من از خدا میترسم. اینجا زینب میتونست دروغ بگه، به هر حال پیامبر عایشه رو طلاق بده، خب این یک به صورت پوینت هست، یک فرصت هست برای زینب. اما زینب میفرمایند که یا رسول الله من از خدا میترسم، با خدا من از عایشه هیچ بدی ندیدم. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک نفر دیگه را هم ازش مشوره میگیرند که اون ام ایمن هست. ام ایمن کیه؟ مادر اسامه، کسی که تو این خونه بزرگ شده، از همه به اصطلاح مسائل خونه آگاه هست، با همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار بسیار نزدیک هست. امکان نداره این از اونها کاری صورت بگیره و از چشم ام ایمن به دور باشه، اما باز هم همون ویژگی ها رو داره. آدم پخته ای هست، آدم زبانش قرص هست، آدم خدا ترسی هست و با کسی هم رو درواسی هم نداره. وقتی پیامبر از ایشون میپرسند، ایشون هم میفرمایند که یا رسول الله من از عایشه هیچ بدی ندیدم. یعنی اینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای روشن شدن این موضوع تحقیق میکنند، همه قضیه رو از هر به اصطلاح زاویه نگاه میکنند و هیچ وقت ما نمیبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون صراحتن به همسرشون تهمت بزنن یا به این حرفایی که تو جامعه به اصطلاح هست بها بدن. نه خیر، یک حرفی الان مطرح شده، میتونه درست باشه، میتونه اشتباه باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به تو صورت عادلانه و درست تحقیق میکنن. این وظیفه هر فرد خانه است، چه همسر و چه شوهر، هر دوتا باید در این مسائل بدون اینکه به همدیگه تهمت بزنن، بدون اینکه فوراً واکنش نشون بدن، داد و هوار به راه بندازن یا آبروریزی تو جامعه مطرح کنن. و ما میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور به اصطلاح برخورد کردن. خانواده ابوبکر رو هم میبینیم، پدر ابوبکر، مادر ابوبکر، همچنین ببخشید پدر عایشه، مادر عایشه، همچنین تهمتی به دخترشون زده میشه، اونها مطمئنن دختر اونها بزرگ کردن که امکان نداره، اما میبینیم که نه به اصطلاح داد و فریاد برا میندازن، نه مسئله رو به اصطلاح حادش میکنن، خیلی خیلی آروم با این مسئله دارن برخورد میکنن تا قضیه روشن بشه و به اصطلاح آبا از آسیا بیفته و همه چیز رو بشه. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بدید برگردیم داخل استودیو در خدمت جناب استاد عباسی هم باشیم در ادامه موضوع. جناب استاد، جناب دکتر اشاره فرمودن به موضوع برخورد رسول صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین عایشه در باب این تهمت. خب ما در باب رسول صلی الله علیه و سلم وقتی مطرح میشیم، شاید این سوال برای بیننده‌های ما پیش بیاد، خب پیامبر اکرم علیه السلام پایان این جریان با نزول آیات وحی بود و خب وقتی که قرآن نازل میشه دیگه نه جای شبهه‌ای باقی میمونه، نه جای شکی باقی میمونه، یعنی همه چی مثل روز اول، بلکه بیشتر از اون همه چی شفاف و واضح میشه و برمیگرده به حالت عادی. حال احیانا اگر در خدای نکرده زندگی یکی از عزیزان در حال به حال ما جمع ما و بینندگان این اتفاق بیفته، تحقیق رو شروع میکنیم به تحقیق کردن و خب تر حد توان خودمون داریم دنبال دلایل میگردیم و خیلی موارد هم فقط یک شبهه است، یک سوء تفاهمه. آیا رسول صلی الله علیه و سلم حتی قبل از اینکه آیات نازل بشه برخوردشون نسبت به همسرشون تغییر کرده بود؟ چون ما الان وقتی که این تهمت میاد احیانا میبینیم که برخوردهای تندی ایجاد میشه، حرفهای بدی، حتی شاید طرف متهم میپذیره، یعنی طرف یکی از افراد میپذیره میره جدا، یا من یا فلان دیگه من نیستم تو این زندگی، بعد دور منو خط بکش و تو با اون چیکار میگردی و چیکار داشتی با اون.
ما در این بابت، خب ما منتظر وحی هم که نیستیم، برای ما وحی هم که نمیشه تا خیالمون کلا 100% قلب آسوده خاطر بشه از این موضوع. این موضوع اگه پیش اومد و خب دلیلی هم پیدا نکردیم، چیکار بکنیم که این شبهه در دلمون باقی نمونه دیگه همچنان و این برخورد دیگه کلا تکرار نشه؟ و وقتی که میگیم دلیلی پیدا نکردیم منظور چی هست؟ یعنی حتما باید شاهدی بیاد، شهادت بده، برای من دیدم بیچاره شاهدم نمیشه اعتماد کرد. برخورد ما چطور باید باشه؟ ما که آیه نازل نمیشه برای ما. بله. بررسی هم کردیم، دلیل آنچنانی هم پیدا نکرد. خب ما میتونیم بر همان روشی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفتن قبل از نزول وحی، رسول الله چگونه برخورد کردن؟ یعنی تمامی اسباب رو به کار بردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از درسایی که در زندگی مبارکشون به ماها میده این است که اسباب رو به کار میگیرند به عنوان یک بشر و ما هم موظف هستیم. خب قبل از هر چیز همون برخورد ایشون بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه ای برخورد کردند که حتی ام المؤمنین عایشه، یعنی روحیه طرف رو واقعا رعایت کردند. به هر حال یک زن جوان کم سن و سال، دختر جوانی که حالا زن شده و کم سن و سال هست، یک روحیه بسیار لطیف داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا شکننده است طبیعتاً. یک دختر جوان یا زن جوان، حتی برای رسول... کسی که پا به سن گذاشته هم واقعا حتی واقعا به ویژه برای خانم ها دیگه تر... بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم این قضیه رو کاملا مراعات میکنن. فقط آن چیزی که در اختیار خودشون نیست، زیرا قلب انسان در اختیار انسان نیست، شاید همون کم مهری رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به ام المؤمنین عایشه در اون یک ماه، همان گونه که ام المؤمنین خودشون بهش اشاره میکنن بعد از اینکه فهمیده بود قضیه رو، میفرماید که متوجه شدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو این یک ماه کم مهر شده بود و اون در واقع عمدی نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیتونست دیگه، طبیعت انسانی ایشون اقتضا میکرد. برخی از مفسرین و علما به این قضیه اشاره میکنن، میگن که شاید یک نوع اشاره و کنایه بود از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه که یه قضیه به وجود اومده، یه چیزی هست، نمیخواست مستقیم بهش بگه، نمیخواست مقدمه سازی بکنه. بله. برای اینکه وقتی که میشنم یک دفعه کلا تموم بله شوکه نشه. بله بله واقعا همین عزیز. خب پس از این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میبینیم که اسباب رو به کار میبرن، میرن تثبت میکنن، تحقیق میکنن، بررسی میکنن، از خود ام المؤمنین عایشه سوال میکنن. خب ما هم همین کار رو بکنیم، بریم از این افرادی که در خانواده هستن، نزدیکان و انسانهای مطمئن هستن، به امانتداریشون، به دینشون، به اخلاقشون، به وجدانشون ما اعتماد داریم و همچنین به آگاهیشون در این قضیه. خب میریم از اینها میپرسیم، برام مطمئنن اگر قضیه ای باشه اینها یک سری قرائن هست که به ما قضیه رو در واقع به ما نشون میده، اشاره‌ای میتونه بکنه. میریم پار از این فراتر میگذاریم، با خود شخص صحبت میکنیم قبل از اینکه حکم بکنیم، قبل از اینکه حکم بکنیم، نه به معنی متهم که این کارو کردی، همون آرامش خودمون، آرامش خودمون، عدم تسرع یا تندروی و تعجل رو در واقع خدای نکرده از کلمات تند و نیشدار و جریحه دار استفاده نمی کنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله استفاده نکردند. میریم با خودش میشینیم، با رعایت آرامش، اخلاق، ادب، احترام، قضیه ای که هست من چون چیزی شنیدم یا شما رو با فلانی دیدم در فلان جا، یا فلانی شما رو دیده با فلانی در فلان خیابون، در فلان ماشین، در فلان منزل، در فلان مکان، قضیه چیه؟ جناب استاد موضوع زیبایی رو شما اشاره فرمودید. یه پرانتز باز بکنیم. بسیاری از مواردی که پیش میاد احیانا یکی از طرفین، یکی از همسرین بران یا آقا یا خانم یک موردی رو میبینه یه جایی، مثلا ما نمونه هایی رو در پیام ها هم داریم که من گوشی آقا گوشی شوهرم رو برداشتم نگاه کردم، یه پیام هایی توش بود که زیاد خوشم نیومد، اسم مستعاری گذاشته شده، یه پیام عاشقانه رد و بدل شده، یا جایی دیدم مثلا یه عکس دیدم، یا شنیدم که فرانجا رفته، یا شنیدم تلفنی صحبت میکرد تا من اومدم قطع کرد. و این موارد زیاد پیش میاد، این موارد زیاد پیش میاد و احیانا بسیاری از خواهران ما علی خصوص به خاطر ترس این که شاید من این حرف رو بزنم برخورد تندی داشته باشه، برای من مشکل ساز بشه، منو طلاق بده، اینو میریزن تو دل خودشون، نمیگن.
و این خود به خود همینجوری کم 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 رشد میکنه رشد میکنه و یک دفعه یک جایی به حدی میرسه که انفجار میکنه دیگه، یعنی جای منفجر میشه این بغض درونی که دیگه جایی اصلا برای بازگشت نیست. آیا به نظر شما اگر کسی در همچین مواردی براش پیش اومد، یه شبهه شیطان وسوسه میکنه انسان رو دیگه، نسبت به همسرش یه شبهه پیش اومد، آیا بره با خودش بشینه صحبت بکنه مطرح بکنه، به صلاح هست این کار یا نه همینجوری چش پوشی بکنه؟ خب اگر شبهه باشه به این اندازه که شما برای مثال هایی رو نمونه هایی رو ذکر کردید، قبل از اون یه ذره بشینه با خودش فکر کنه. آیا من پوزش میتونم باید یک قضیه رو اینجا مطرح کنم و اون این که غیرت زنها در واقع، غیرت زن یعنی حساسیت بیش از اندازه زنها معمولا به خطا هست، درست نیست، اشتباه هست نسبت به مردشون. معمولا میگم، نمیگم همیشه، چون طبیعت زن یک طبیعت پرعاطفه و حساس هست، دوست نداره کسی شریک زندگی بله. شده. و این رو اقتضا میکنه که به خیلی از چیزها مشکوک میشه، به ویژه وقتی که همسرش رو یا شوهرش رو بیش از اندازه دوست داشته باشه. یعنی میخواین بگین که محبت بیش از حد احیانا سبب سوء زن میشه؟ سبب سوء زن میشه به ویژه در خانم ها، چون روحیه عاطفی و احساسات بیشتر غلبه میکنه بر عقل زنها. این چیزی هست که در بلا در نهان یا در نهاد زن هست و ما نمیتونیم انکارش بکنیم و این خدای نکرده نقصی در زن نیست، بلکه اوج قوت زن اینجاست. خب نشانه محبت چون مادر میشه، چون همسر میشه، چون نهایت فداکاری رو زن میکنه و مرد نمیکنه، نمیتونه بکنه اون فداکاری رو که زنها میتونن بکنن در مقابل فرزندانشون، در مقابل شوهرهاشون، در مقابل حتی پدر پیر مریض، مادر پیر مریض. این طبیعتی که الله متعال زن رو اینگونه خلق کرده. برگردیم به موضوع. پس خانم های محترم لطف کنن حساسیت رو یه خورده کم در کنن. بعد از اون با خب نه حالا یه مواردی هست حساسیت نیست، من میبینم. خب من میگم بشینن با خودشون چند لحظه در کمال آرامش و عقلانیت، بدون عجله، بدون تندروی. همون موقع که مثلا این اس ام اس رو دیدن مثلا یهو جو زده نشن، جوگیر نشن و خلاصه برن از کوره در برن و با شوهرشون با تندی برخورد، نه. این قضیه واقعا به قول معروف قضیه رو بیشتر گیردار میکنه، یعنی به جاهای باریک میکشونه تا اینکه حلش بکنه، مشکل بیشتر میکنه. بله. خب یه لحظه یه لیوان آب خنک بخوره، بشینه با آرامش فکر کنه به این قضیه. اگر دید واقعا معقول هست که یعنی دلایلش قابل قبول هست که این شبهه به وجود اومده، خب میره. اگر نزدیکانی کسی اون دوروبر هست که واقعا میشه بهشون اطمینان کرد در این قضیه، مثلا پدر شوهرش، مادر شوهرش اگر واقعا اون رابطه نزدیک دارن با هم، یا دختر بزرگش، پسر بزرگش، اگر واقعا تو این قضیه اون رابطه صمیمانه و نزدیک هست، بله، به عنوان یک مشورت خصوصی بهش اطمینان اگر میکنه صحبت بکنه، و الا بره با شوهرش صحبت بکنه با آرامش، کمال آرامش و احترام و ادب. که این قضیه همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که شوهر بودند، در واقع حق شوهر بیشتر هست، مرد هست و مرد خونه است و از نظر شرع و به هر حال دین حق مرد بیشتر از زن هست نسبت به هم دیگر، حالا اون حق متقابلی که حقوق زن و شوهر. خب رسول الله صلی الله علیه و آله چی کار کردن؟ رفتن از ام المؤمنین عایشه در نهایت پرسیدن. پس از این که از ایشون پرسیدن و ایشون چیزی نگفتن و حتی میگه گریه هم نتونستم بکنم دیگه، یهو اصلا شوکه شدم، قد شد گریم. پس از اون ام المؤمنین عایشه رو توصیه میکنه به طلب بخشش از الله متعال، به توبه. سبحان الله، این هم یک درس عظیم درش هست. به ویژه مردها اگر با چنین وضعیتی مواجه شدن، این گام رو حتما بردارن، اون رو بترسونن از خدا، توصیه به برگشتن به الله. اگر اشتباهی، اگر خدایی نکرده اشتباهی مرتکب شدی، توبه بکن که الله توبه پذیره، همون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله به ام المؤمنین عایشه گفتن. اما گفتم که ما اگر حساسیت رو بیشتر کنیم و با تندی و عجولانه برخورد کنیم، قضیه بسیار بالا میگیره، مشکلات بیشتر میشه و اصلا حل نمیشه، بلکه ما باید با آرامش خاطر، با خونسردی تمام، با رعایت تعقل و تفکر بشینیم فکر کنیم و به دنبال راهکار و علاج باشیم برای این قضیه.
همیشه وقتی که ما عاطفه رو بر عقل و تفکر غلبه کردیم، خب مشکلات به بار میاد. ما باید بین این دو توازن ایجاد کنیم. خیلی ممنونم جناب استاد. و بینندگان عزیز، یک سری برمیگردیم به اتاق فرمان و پیش محمد احمد جان عزیز. امروز نوبت احمد کارگردان برنامه باشه، البته صفحه داره کلان همیشه احمد جان خودش هست. و شما میتونید بینندگان عزیز اگر درباره موضوع و صحبتهایی که مطرح میشه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید یا سوالی دارید، برای برنامه اسمس بکنید. اسمس انشالله بعد از میان برنامه مستقیما انشالله احمد جان خواهد نوشت شماره رو براتون و در خلال برنامه تون مطرح خواهد شد. علاوه بر اینکه پیام های گذشته شما هم چیزای باقی مونده ازش و انشالله بعد از میان برنامه مطرح خواهیم کرد. با ما باشید همچنان.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع راهکارهای رسول صلی الله علیه و سلم در حل مشکلات زناشویی و مهمانان عزیز برنامه که البته میزبانهای حقیقی برنامه هستند و ما مهمانین عزیزانیم در این برنامه. و انشالله اگر ارتباطمون با جناب دکتر برقرار باشه، جناب دکتر سلام مجدد، من سوالی که خب شاید در ذهن بینندگان عزیزم پیش اومده باشه درباره داستان افک، که حالا نه تنها رسول صلی الله علیه و سلم، هر داستان دیگری که برای ما هم اگر شاید پیش بیاد، آیا اینکه ما بریم پیش همسرمون و اون رو توصیه بکنیم به توبه و اینکه اگر گناهی کردی توبه بکن، این خودش به نحوی حکم صادر کردن و تایید حرف دیگران درباره همسر ما به شمار نمیره جناب دکتر؟ بله، این ببینید، ما باید در این همچنین مسائلی واقع بینانه عمل کنیم. وقتی که یک تهمتی مطرح شده، یک حرفی رو زبونها افتاده، الان این حرف دو مورد داره، یا حرف درست است یا اشتباه است. ما میخواییم الان حقیقت ماجرا دستمون بیاد، تحقیق کردیم، هیچ موردی به دستمون نیومد، هیچ دلیلی نداریم، هیچ، اما حرف دهن مردم هست، چه کار میشه کرد؟ اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میان عایشه رو جلوی دو سوژه قرار میدن که عایشه، اگر از شما، ببینید اسلوب پیامبر رو، اگر خدایی نکرده از شما به اصطلاح لغزشی صورت گرفته، اگر اشتباهی صورت گرفته، شما مرتکب گناه شدید، راه حلش چیه؟ اینه که توبه کنید. شما توبه کنید، اگر از شما مسئله پیش اومده توبه کنید. ما اینجا باید این رو به اصطلاح از اینجا یک مفهوم بسیار عمیقی رو بگیریم و اون اینه که طرف مقابل ما، چه شوهر چه همسر، یک انسان هست و انسان خب میتونه در معرض گناه قرار بگیره و اگر خدای نکرده همچنین موردی ازش سر زد، بعدش چی میشه؟ خب یک انسانی هست، 20 سال آزگار، مدت زمان زیادی ما با هم زندگی کردیم، زندگیمون مشترک، همه هم دیگه رو به اصطلاح شناختیم، خدمت هم دیگه کردیم، خودر خوبی های زندگی با هم بودیم. الان طرف اومد یک خیانتی ازش سر زد و بر مبنای این خیانت من حتی قضیه به اصطلاح روشن شد و من تصمیم گرفتم ازش جدا بشم، اما باز این انسان، انسان هست و احترامش جای خودش هست، گناهش بله گناه منفوری هست، خیلی کار زشتی هست، جنایت هست در حق خانواده، همه اینها جای خودش، با این یک به اصطلاح برخورد قانونی میشه. شما میخواید ازش جدا بشید، شما حق شماست، میخواید به اصطلاح این مسئله رو به دادگاه بکشید و قانونیش کنید به خاطر حفظ سمعه و ناموس خودتون یا به هر مورد دیگه، حق شماست. اما خب حق شما نیست که انسان رو بیایید شما قانون بشید، شما بیایید سرش رو بزنید، شما بیایید به اصطلاح اون حق قانونیش رو کف دستش بذارید. شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که این همه سال زندگی و این همه خوبی ها رو به خوبی جواب بدید. اگر اون بدی کرد، شما میتونید، در حال اون خودش رو در لبه آتش جهنم قرار داره، اون رو خودش رو در خشم خداوند قرار داده، شما میایید اینجا توصیهش میکنید به توبه و توصیه به توبه در این حال یک تذکری هست برای طرف مقابل به مسیر زندگی که مسیر به کجا میخواد برسه. خدایی هست که ما رو بازخواست خواهد کرد و این در واقع بیدار کردن حس ایمانی طرف مقابل هست که اگر خدایی نکرده ازش مشکلی به اصطلاح یک جنایتی صورت گرفته باشه، یک گناهی مرتکب شده باشه، وقتی ما اون رو به این توبه دعوت میکنیم، اینجا خودش رو فاش میکنه، قضیه رو رو میکنه، بله از من لغزشی صورت گرفت و من به طرف خدام برمیگردم، توبه میکنم و از شما هم پوزش میدروم. بدین صورت در واقع دعوت به توبه در، نه اینی که تهمت نیست یا تایید تهمت نیست، بلکه احترام طرف مقابل هست، بیان کردن محبت و تقدیر و به اصطلاح اون چیزی که در قلب من هست در طرف مقابل هست، که اگر هم از شما
خیانتی صورت گرفته، من باز هم برای تو خوبی رو میخوام و برات آرزوی آمرزش از جانب خداوند متعال رو دارم. جناب دکتر، سوال دیگری که حالا شاید مهم باشه واقعا در این باب مطرح بشه، به واکنش خود کسانی که در دایره تهمت هستن اشاره فرمودید شما، و قبل از اون هم درباره واکنش دیگران که خارج از دایره تهمت هستن صحبت شد، اما شاید بیشترین فشار روحی که در این باب این تهمت ها وارد میشه بیشتر متوجه خانواده اون عزیزی است که تهمت سراغ اون اومده. حالا اگر مثلا خانم هست بیشتر خانواده خانم، و اگر داماد هست و آقا هست خانواده داماد. وظیفه خانواده‌ای که مورد اتهام قرار گرفته پسرشون یا دخترشون، وظیفه اونها چی هست؟ چگونه باید برخورد بکنن، سر و صدا بکنن، بیان همه کاسه کوزه رو بشکنن رو سر فرزندشون، اونها نشده همینجوری دست به خشونت ببرن، سکوت بکنن، سکوت کردنشون نشانه پذیرفتن تهمت، سر و صدا بکنن، خانواده طرف مقابل رو متهم بکنن، چیکار باید بکنن؟ وظیفه این خانواده چیه؟ بله، ما در همچنین مواردی در مقابل یک تهمت هستیم، در مقابل یک شایعه، و این شایعه همونطور که اشاره کردم دو سر داره، یا درست هست یا نادرست. اگر خدایی نکرده، به هر حال این شایعه هست، الان یک اتهامی زده، برخورد قانونی با این شایعه، مجازات کردن طرف مقابل، این جنایت هست، این ظلم هست. وقتی که به کسی تهمتی زده شده، شما بیایید باش دعوا کنید و بیایید انگار که اون تهمت رو شما تایید کردید، شما الان مرتکب یک جنایت شدید. شما الان اون حرفی که روی زبانها اسم شایعه هست، شما اون رو اومدید حقیقت کردید. خب اینجاست که ما میبینیم در این فضا واقعا هم بیشترین فشاری که بر در اون جامعه بود روی ابوبکر بود و مادر عایشه ام رومان. خب این وقتی که عایشه، خب از رحمت خداوند بر عایشه هم این بود که مدت یک ماه بیمار بود و از ماجرا اصلا خبر نداشت. خب وقتی اومد خونه پدر مادرش و قضیه به سراغ گوشش رسید، ام مستح بهش گفت، اومد پیش مادرش شروع کرد: مادر جان، همچین چیزی من شنیدم، شما هم شنیدی؟ مادر چیکار کرد؟ اومد گفت: دخترم ببین، شما یک دختری هستید، زیبا هستید، پیش شوهرت عزیز هستید، هوو دارید، آدمای حسود زیادن، هیچ کسی نیست که به سراغ مثل شما باشه، اینقدر تو به سراغ دل شوهرش جا داشته باشه، شیرین باشه برای شوهرش و این همه حسود و هوو داشته باشه، مگر اینکه همچین حرفایی برعلش میگن. تو نباید خودتو ناراحت کنی، چون مادر خودش بچهشو تربیت کرده، میدونه و در این حال هیچ دلیل و برهانی هم دستش نیست، میدونه که یک شایعی هست، اما اینجا هست که کنار اون دخترش وای میسه، میاد دخترش رو، این فشاری که روی اون هست، ببینید وقتی به کسی یه تهمت زده میشه، به مراتب اون فشاری که روی خانواده و فامیل هست به روی اون بیشتر هست. ما باید اون رو بیاییم، این فشار رو، یک جزئی از این فشار رو از اون برداریم، بهش دلداری بدیم و به اصطلاح قضیه رو نرم کنیم. حتی ابوبکر هیچی دستش نبود، نمیتونست هیچ کار حرفی بزنه، بره بگه که به اصطلاح دخترم به اصطلاح طاهر است و هیچ، به اصطلاح این حرفا همه دروغه، خب خودش هم دلیلی برهانی هیچی نداره دستش. خب این است که ابوبکر نشسته گریه میکنه، پیش خداش زاری میکنه و دعا میکنه، اما هرگز نشنیدیم که ابوبکر بیاد با عایشه دعوا کنه، سر و صدا بکنه، یا حداقل تهمت رو به اصطلاح بندازه جلوش. هیچی، ابوبکر ساکت هست. وقتی میبینه عایشه گریه میکنه دلش میسوزه، میاد پیش خانومش که عایشه چی شد، میگه که بله، عایشه از مسئله با خبر شد، در آن به اصطلاح تازه فهمیده که تو دهن مردم چی هست و تو خیابون مردم، نقل مجلس مردم چی هست. خب اینجاست که ما میبینیم خانواده عایشه، ابوبکر و مادر عایشه به ما یاد میدن که ای مردم، وقتی که خدای نکرده همچین مسئله ای تو خانواده‌تون مطرح شد، عاقلانه برخورد کنید، خونسردی خودتون رو حفظ کنید، واکنش به اصطلاح رد فعل نباشید که یک واکنش نشون بدید و اصلا انگار که شما و هر گونه واکنش به اصطلاح تند از جانب شما به نوعی تایید است بر شایعه‌ای که رو زبان‌های مردم هست و تا حالا هیچ دلیل و برهانی برش نیست، هیچ
وجهه قانونی نداریم. خیلی ممنونم جناب دکتر. برمیگردیم داخل استودیو اگر اجازه بدید به برخی از پیام‌های بینندگان عزیزم بپردازیم. من جناب استاد عباسی یکی دو تا از این پیام‌ها رو حتما شروع بکنیم حداقل. سلام، دوست گرفتن از جنس مخالف به نیت ازدواج چه حکمی دارد؟ درست است یا غلط؟ دیگه خلاصه یک کمی دایره سوال بزرگتر کنیم که دوست شدن با آقا پسری یا دختر خانومی به نیت ازدواج، حالا دوست شدنش دیگه به نیت ازدواج نمیدونم، حالا هست دیگه تو فضاهایی که بله. توی بیشتر دانشگاه ها شاید این جریان اتفاق میفته، نیت ازدواج حالا دوست میشن، اگر درست هست تا چه حد و خودتون هم خط و سرخار هم تعیین میکنید. خواهش میکنم، قبل از این که حالا به این سوال عام در واقع سوال رو باز نکرده سیالی، یک سوال مجمل هست، آره شما جنبه های مختلفش رو شاید بفهم، قبل از اینکه پاسخ این سوال بپردازیم باید این رو مد نظر داشته باشیم که بیش از 99% این دوستی هایی که بین دختر و پسر هست به ادعای ازدواج صورت میگیره، به ویژه نیت نه ادعا، به ادعا به ویژه از طرف آقا پسرا، چون میدونن که دخترها خب اینجوری به این راحتی رام نمیشن، باهاشون دوست نمیشن، اما هنگامی که ما ادعای ازدواج و وعده نمیدونم زندگی رؤیایی نمیدونم ازدواج نمیدونم ماشین خونه امکانات نمیدونم اسب سفید، بله اسب سفید و نمیدونم در حال با اون چیزهایی که هست در جوامع و دخترها به حال آرزوش رو دارن و در سر می پرورانند، خب طبیعتا پسر از این باب وارد میشه، از این در وارد میشه، این یک قاعده هست، نمیشه اعتماد کرد به مجرد ادعای آقا پسری که مثلا تماس میگیره با تلفن یا با واتساپ یا با ایمیل یا نمیدونم شماره تلفنش رو روی کاغذی مینویسه تحویل آقا دختر خانم میده، نمیدونم هزار و یک یکی رو قاصد میکنه، خواهرش رو، دختر همسایش رو، دختر عموش رو، نمیدونم هزار و یک راههایی که هست متاسفانه اشتباهی بهشون زنگ میزنه، بله اشتباهی ها ببخشید متوجه نشدم و نمیدونم هزار و یک راههایی که هست و به هر حال آقا پسرها طبیعتا متاسفانه هایی که به این دردها در واقع دچار شدند خب بیشتر وارد هستند، به هر حال ما به عنوان یک نمونه‌ای که ما دیدیم و شنیدیم، بله به عنوان یک شخصی که حالا باید راهکار و درمان این قضایا رو در واقع ارائه بدیم به این قضیه میپردازیم. نکنید خب پس اگر این قاعده رو ما قبول داشته باشیم و تجربه هم همین رو ثابت کرده، یعنی بسیاری از دخترهای گذشته و زنهای امروزی شاید براشون چون این قضایا رخ داده در قبل از ازدواجشون در دوران نوجوانیشون، به ویژه چون خام هستن، کم سن هستن، تجربیات کافی از زندگی ندارن و همان گونه که میدونیم و فرید میخوان، چون زن در واقع احساساتی هست و عاطفه سرشاری داره که خیلی راحت تحت تأثیر کلماتی زیبا و احساسی قرار میگیره، دختر خانم بیشتر از طریق گوش عاشق، بله من و فریب برعکس پسرها که فریب خیلی از گرگهای درنده ای که اهدافشون فقط لذتجویی زودگذر هست میخورن. شما رو این رو راه حل شما چیه؟ اگه خب. کسی میخواد حالا نیت رو بپذیریم که واقعا اگر شخصی حالا یکی از دو طرفین حداقل، خب دو طرف کرد تو اول نمیان، اون کسی که ادعا میکنه من میخوام ازدواج بکنم بیشترم آقا پسرها متاسفانه و ادعا میکنه که من میخوام ازدواج بکنم، خب دختر خانم که از نیت اصلی خبر نداره، که حداقل نیت ازدواج داره پیش میاد، هر دو طرف که با هماهنگی هم نمیان بگن که خب هر دو تاشون بیان بگن خب ما میگیم ازدواج میکنیم ولی قصد ازدواج نداشته باشیم، یکی از طرفین همیشه به نیت ازدواج داره پیش میره، حالا این بود رو چون واقعا یکی از طرفین نیت ازدواج داره در اکثر مواردی که فریب خورده میشه، کسی که نیت ازدواج داره آیا این دلیل میتونه این رابطه رو به جهی بر شرعی پیدا بکنه براش؟ البته نمیگیم مطلق نه، اما باز هم بحث رو باید باز کنیم از نظر شرعی. خب رابطه بین دو جنس مخالف باید مقید باشه، به هر حال نباید، باید محدود باشه، نباید افسار گسیخته باشه دایرهش مشخص تا این اندازه که مثلا
خب حالا به همین مثال بخوایم در حال بپردازیم، به همین مثال، به همین مثال یا همین سوالی که این بیننده ارائه کردن بپردازیم. مثلا اگر کسی تماس گرفت، آقا پسری تماس گرفت به دختر خانم، خب دختر خانم اگر خب به هر حال در تماس اول با ادب و احترام برخورد میکنن، خب ایشون هم پاسخشون میدن، ولی خب اگر شما پاسخ باید این گونه باشه که سپاسگزارم از شما، اگر واقعا شما قصد ازدواج دارید خب از راه های قانونی ازدواج وارد بشید. مثلا شما اگر هنوز شناخت کافی از بنده ندارید، نمیتونید مستقیما با پدر من یا مادر من صحبت کنید، خب میتونید مادرتون رو، خواهرتون رو، عمتون رو، خالتون رو بفرستید پیش خواهر من، مادر من، یا تو پیش خودم. پیش خودم هم بیاد. بله. اطلاعاتی که نیاز دارید رو در مورد من کسب میکنه و به شما میرسونه. میخواهید عکس من رو ببینید، چون به هر حال قصد ازدواج است. میخواهید اخلاق من رو، دیانت من رو، فرهنگ من رو، سواد من رو، اینها رو بدونید. نمیدونم، یا اینکه میخواهید به هر حال یه مرحله جلوتر بریم، میخواهیم مثلا با هم صحبت بکنیم، هیچ مشکلی نیست، بیایید با پدر من، خانواده من در میون بذارید، از نظر شرعی اشکالی نداره، ما در حضور مهاره با هم میشینیم صحبت میکنیم در مورد زندگی آیندمون. اما این که ما بشینیم همه روزه با تلفن، با واتساپ، نمیدونم با فیسبوک، با غیره و غیره با هم صحبت کنیم، حرفای عاشقونه بزنیم، نمیدونم اون احساساتی که در درونمون هست رو تا میتونیم افسار گسیخته به قول معروف خالی کنیم، حد مرزی نداشته. اینها معمولا، بازم نمیگم همیشه و بازم تجربه هم ثابت کرده، و ناکنید هنگامی که دین مبین اسلام، شرع مقدس ما یک محدودیت هایی رو قرار میده، خب 100% وقتی به فطرت پاک هم برمیگردیم اون رو تایید میکنه، به عقل سلیم برمیگردیم اون رو تایید میکنه و تجربه هم اون رو ثابت میکنه. دقیقاً. خب همین قضایایی که مثلا این ادعایی که صورت گرفته، معمولا میبینیم که اگر روابط ادامه پیدا کرده قبل از ازدواج و چه بسا به رابطه تنگاتنگ و نزدیک هم کشیده شده که حتی رابطه نادرست و نامشروع هم با هم داشتن، معمولا ناموفق بوده و به ازدواج نینجامیده، از هم سیر شدن. این چیز طبیعیه، سبحان الله، به ویژه برگه لذتی برشون باقی نمونده، لذتی باقی نمیمونه، لذتی باقی نمیمونه و خیلی راحت از هم متنفر میشن، از هم زده میشن، بهانه میکنن خیلی چیزای ریز و کوچک رو و از هم جدا میشن. خب معمولا این گونه هست. پس اگر ما میخوایم فقط اینجا، اگر ما میخوایم پس ازدواج صورت بگیره، ما میخوایم موفقیت به وجود بیاد، خب از راه شرعی و درستش وارد بشیم. حالا احیانا جناب استاد، من موارد دیگه که خواهری مثلا نوشته بود که من یکی از فامیل ها را ذکر کرده بود که میخوام باش ازدواج بکنم و محبتم نسبت به اون دارم، اما حریم خانوادگی ما، فامیلی، اجازه نمیده که مثلا اینها با هم ارتباط داشته باشن، مستقیم بیان مثلا بفرستن، یا حتی خود خانواده شاید اعلان رضایت نکنن. احیانا طرف میدونه که من اصلا برم خونه اونا، جواب نه به من میدن، میخواد یه جورایی قبل از اون یه مقدمه سازی بکنه، مطمئن بشه که آیا مثلا خود طرف مقابل هم میخواد که این پا پیش بذاره بره تلاش بکنه یا نه، اول مطمئن بشه که اون میخواد تمایل ازدواج با این داره یا نه. این افراد اگه بخوان مثلا از طریق پیامکی، از طریق تلفنی، در حد این که مطمئن بشن که مثلا فلانی من میخوام که قصد دارم با شما ازدواج بکنم و تو فامیلم غالبا همه رو میشناسن همدیگر رو دیگه از دور از دور، آیا شما موافق هستید یا نه؟ در همین حد این رو هم نمیذارید؟ نمیدونم اگر شما نه، اینا واقعا سوالاتی که بیننده پرسیدن دیگه، من فقط نقل میکنم، من به عنوان زبان بیننده ها جلوی شما نشستم، دیگه مجبورم این چیزا رو بگم. دقیقاً متوجه هستم، دردهای جامعه هست، واقعیت جامعه هست و ما باید در حال اون چیزی که واقعیت جامعه هست رو اینجا باید بررسی کنیم و راهکارهایی رو ارائه بدیم در موردش. اگر از نظر شرعی بخوایم، چون سد ذریعه خیلی مهم هست، یعنی جلو اسبابی که به گناه منجر میشه رو بگیریم. خب کامل. اگر ما میخوایم از این اصل در اینجا بهره ببریم، به هیچ وجه ما اجازه نداریم. چرا؟ چون که طبیعتاً الله متعال دختر پسر رو به گونه ای خلق کرده که نیروی جاذبه بین اونها هست. خودتو مثبت منفی هم دیگه، هم دیگه رو جذب میکنه. یک چیز طبیعیه. طبیعت بشر هست، الله این گونه خلق کرده و شیرینی زندگی هم در همین هست. خب
و شیطان هم این در این وسط بیکار نخواهد ماند. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، قسم خورده به عزت پروردگار که گمراه میکنه بشر رو. خب ما چقدر میتونیم تضمین بکنیم نفس خودمون رو؟ من نمیدونم اون آقا پسری که چنین ادعایی داره که من نه اس ام اس میدم یا یه بار تماس میگیرم دو بار تماس میگیرم فقط ازش میپرسم، اگر در این اندازه باشه خب شرعا در ذات خودش اشکالی نداره، صحبتای خارج از موضوع ازدواج نشه، در ذات خودش اشکالی نداره، بنده فتوای علمایی که ازشون پرسیدم و به هر حال، اما چون که به چیزهای بالاتر کشیده میشه به گناه و معصیت و این احتمال هم زیاد هست، من باب سد ذریعه علما و دین مبین اسلام در واقع جلو این قضیه رو میگیره. اما این باز هم راهکار داره استاد بزرگوار. من به خیالم یعنی در بین جوامع حالا فارسی زبان جایی نباشه که چون این چیزی غیر ممکن باشه، این رابطه برقرار کردن غیر مستقیم، غیر مستقیم از طریق واسطه غیر ممکن باشه، یعنی هر پسر جوانی میتونه به هر حال با مادرش، با خواهرش، گفتم با یکی از نزدیکانش محارمش در میون بگذاره، نهایتاً اگرم واقعا نتونست کسی نداشت از این نزدیکان، خب از مثلا نزدیکتر از اون مثلا حالا بره مثلا با پسر عموش صحبت کنه که به خواهرش بگه، یعنی واقعا یه چیز واسطه بگنم، واسطه خیلی. یه چیز غیر ممکن نیست. ما این جلوه خدای نکرده این فسادی که شاید به وجود بیاد رو بگیریم. خیلی ممنون. حالا ادامه بدیم. حالا اگه نرسیدن مثلا اومدیم، خب یکی دو نفر نرسیدن به هم، حال این سوال برای من جالب بود. السلام علیکم، بعد سلام، خسته نباشید، به بزرگان وسال حق. اگر کسی یکی را دوست داشته باشد از نظر مالی نتونه باش ازدواج بکنه و طرف هم بره شوهر بکنه و بعد پسر هم که خیلی دوستش داره به خاطرش ازدواج نمیکنه، حالا این دنیا رو که بیخیال شده این دوستمون بعد رفت اون دنیا، حالا در الان در بهشت این دختر به شوهرش میرسه یا به اونی که خیلی دوستش داره؟ این سوال حالا کمی جای سوال است. اگر کسی تو این دنیا بهش نرسید، بعضی سوال پرسیدن مثلا میگم من یکی رو دوست دارم تو دنیا بهش نمیرسم، بیخیال بشم، ازدواج کرد رفت، منم به لحاظ شرعی این جرأت رو به خودم نمیدم که بیشتر از این مثلا دخالت بکنم در زندگیش، اما به این امید میشینم که در اون دنیا حالا چه ازدواج بکنه تو دنیا چه ازدواج نکنن، کلی بگیم، آیا کسی به این امید بشینه که توی دنیا اون دنیا آخرت اون کسی رو که دوست داشته تو بهش میرسه یا نه؟ سوال جالبی هم هست و این که خب امیدوار میشه دیگه، یعنی کسی که توی دنیا بهش نمیرسه توی دنیا بهش میرسه یا نه؟ شاید بتونیم بگیم که این شخص واقعا با وفا هست، انسان وفاداری هست، اما اگر ازدواج نکنه داره اشتباه میکنه، دچار کار اشتباهی میشه، به خاطر اینکه حالا به اون به قول معروف عشق اولش نرسیده پس دیگه من ازدواج نمیکنم، این واقعا اشتباه هست. فراموش نکنیم، من لازم میدونم به این قضیه اشاره بکنم که عشقی که ما رو از دیدن حقایق و عیوب و واقعیت همان گونه که هست باز بداره و چشم ما رو کور بکنه یک عشق کاذب هست. در واقع ما باید دوست بداریم کسی را که میخواهیم با او ازدواج بکنیم، الگوهایی که ما در نظر داریم رو در اون شخص یافتیم اون رو دوست بداریم، اما به گونه ای عاشق باشیم که هر گونه عیب و اشتباه اون رو نبینیم، این در واقع ازدواجی عاقلانه نخواهد بود. خب از قدیم گفتن یه عاشق یه چشش کوره، خب اینجوری که نمیشه خب. عاشق همین چیزا رو. پس ما باید، من بازم به این قضیه اشاره میکنم که احساس و عقلانیت باید در کنار هم باشه، اجازه ندیم بر عقل مقابل اجازه باشه. ندیم که احساساتمون بر عقلمون غلبه بکنه، اما ما ازدواج نکنیم به این امید که تو بهشت برین الهی به اون شخص میرسیم، این اشتباهه. خب ازدواج نکنیم. دو، اگر این خانم ازدواج کرد، یه آقا، هر دو حالت ممکنه دیگه. خب حالا من مثال میزنم، اگر خانم باشه خانم. خب اگر به هر حال قبلا، من مثال میزنم به خودم، قبلا نامزد بنده بوده، خب من ازدواج نمی کنم، میگم تو بهشت با ایشون ازدواج میکنم، ایشون رفته ازدواج کرده با یه برادر خوب و مؤمن و مسلمان که هر دو به رحمت خدا میرن و میرن در بهشت، خب اونجا اونها با هم هستن، من نامحرم چیکاره هم اینجا دیگه؟ خب این بر طبق نصوص سنت. خب پس
باز هم بین به فکر این نسیه نباشیم، نسیه هست در بهشت برین الهی، حورهای بهشتی هست، شکی در این نیست. اما این نسیه که ما این خانم رو ما ازدواج نکنیم به امید اینکه این خانم که داره زن کسی دیگه هم میشه، ناموس کسی دیگه هست دیگه شده و شده, من. شده من. خب دیگه ما به این امید باشیم، این اشتباه هست و بریم ازدواج بکنیم، فکر بکنیم انشاءالله و از الله بخواهیم، استخاره بکنیم. عزیزان به ویژه جوانها برای ازدواجشون لطف کنن، دعا بکنن، از الله بخوان که آن شریکی که خیر و صلاح دنیا و آخرتشون درش هست بهشون عطا بکنه. هر چیزی رو از الله متعال بخوان. الله متعال به دستش خزائن زمین و آسمان هست، گنجینه های زمین و آسمان هست، قلب های بنده ها به دست الله متعال هست، قلب های هر دختر و پسری به دست الله متعال هست. پس هر چیز رو میخواییم از الله متعال میخواییم، از او بخواییم که کسی رو نصیب ما بکنه که خیر دنیا و آخرت ما در او هست، در زندگی با اون شخص هست. چه بسا ما کسی رو بخواییم، این رو هم فراموش نکنیم بینندگان محترم، چه بسا کسی مد نظر ما باشه اما هنگامی که استخاره میکنیم، دعا میکنیم، در دل شب بلند میشیم، از الله میخواییم، میبینیم که به اون شخص نمیرسیم. پس یقین پیدا بکنیم که اون به خیریت ما نبوده و به خیریت ما بود این هست که الان با اون ازدواج نکردیم و با کسی دیگه ازدواج کردیم. اگر انسان واقعا به این قضايا بنگره میبینه که واقعا همین گونه هم هست و بنده به این قضیه معتقد هستم، خودم بهش رسیدم و توصیه میکنم باز هم به برادران و خواهران عزیز که مجرد هستن دعا بکنن، استخاره بکنن، مشورت بکنن و از الله بخوان که انشاءالله شریک زندگی خوبی رو که خیر و صلاح دنیا و آخرتشون درش هست بهشون نصیب بکنن انشاءالله. ما قبل از این که سوال بعدی رو از جناب دکتر بپرسم، من حالا یک نکته را اگه اجازه بفرمایید اضافه بکنم به صحبت شما. برادر من یا خواهر من، اگر شما علاقمندید به کسی و به این امید نشستید که در بهش برسید، من حالا طبق نصوص اگر یقیناً اینو یقین بدونید، حالا اگر در بهشت شما ان شاء الله وارد شدید و همچنان سودای اون شخص در ذهن شما بود و فراموشش نکردید، الله تعالی به شما خواهد داد. اگر خودش هم ندید یک کپی برابر است به شما خواهد داد. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. و چون که الله تعالی فرمود در بهشت هر چیزی که اشتها بکنید الله تعالی به شما خواهد داد و هر چیزی که بخواید به شما میرسه. حالا مهم اینه که آیا اونجا تو بهش که وارد شدید هنوز بیادش هستید یا نیستید. اگه بودید خدا به شما خواهد داد، نگران این نباشید. و جناب دکتر سوال بیننده ای را اگر اجازه بدید در شما بپرسن که بی ارتباط به موضوع برنامه ما هم نخواهد بود، که ایشون فرمودند که به سال حق با سلام خدمت شما، همسرم زن پاک و نمازخوان و با حیا و با شرم است، ولی بعضی موقع ها من خواب میبینم که با مردان دیگر رابطه دارد. یعنی ایشون تو خواب هایی میبینه که این خواب ها توهم ایجاد کرده برای ایشون. میگه چیکار باید بکنم، این خواب ها داره خیلی من اذیت میکنم. پیشنهاد شما چیست ببین برادر بزرگ؟ بله برادر عزیز، خودتون دارید میگید که همسرتون همسر خوبی هست، با خدایی هست، پس شما از ناحیه همسرتون هیچ مشکلی ندارید. مشکلی که الان هست مشکل شماست. شما خواب میبینید اینها یک وسوسه هست، یک وساوس شیطانی هست که شیطان میخواد زندگی شما رو به هم بزنه. شما الان باید خودتون رو اصلاح کنید نه همسرتون. همسرتون هیچ موردی نداره، مورد شماست. الان شما با پایبندی به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در خوابیدن، درست خوابیدن، شیوه خوابیدن و دعاهای قبل از خواب، وضو گرفتن قبل از خواب، نماز وترتون رو قبل از خواب خوندن، با همه اینها این وسوسه رو، این اوهام رو از زندگیت به صلاح بیرون کن و زندگیتو شاد کن و در کنار همسرت خوشبخت باش. هرگز با این دید، با این سوء ظن به یک همسر و یک خانم پاک دامن نگاه نکن که این خودش یک گناه کبیر است. خیلی ممنون جناب دکتر. همچنان ما در موضوعات هفته گذشته هم موارد مشابه زیادی رو داشتیم، بحث ازدواج‌های اجباری و همچنان داریم، سوال ها تکرار میشه. کلی بپرسم، عزیزانی که به هر حال به هر دلیلی
ازدواج کردن ناخواسته، به حال شرایط روزگار، الان ازدواج کردن به حال و احساس میکنن که همسرشون رو دوست ندارند. پیشنهاد شما به این عزیزان چیست در راه امتداد زندگی خودشون؟ آیا جدا بشن یا پیشنهاد میکنید که نه ادامه بدن؟ چه موقع جدا بشن چه موقع ادامه بدن؟ من یه جوونی از همین جوونهای به سلام این دور زمونه اومدن پیش حضرت عمر خطاب رضی الله عنه و گفتن که من میخوام که زنمو طلاقش بدم. ایشون پرسیدن چرا؟ گفتن که من دوستش ندارم. حضرت عمر نگاهی کرد به این جوون مثلا تازه به دوران رسیده و گفت مگه پسر همه خونه ها همه خانواده ها بر مبنای مثلا عشق و عاشقی و دوست داشتن برپا میشه؟ ما یک خانواده داریم، یک بنیاد اساسی جامعه داریم. متاسفانه بیشتر این احساسات و این رفتارها رو ما توی چه افرادی داریم؟ افرادی که صبح تا بعد از ظهر نشستن فرهنگشون رو، عقلشون رو با فیلم‌های خارجی، فیلم‌های فرهنگ‌های دیگه دارن تزریق میشه به اینها و این به اصطلاح احساسات رو دارن. یعنی چی که من همسرم رو دوست نداشتم، به من به اصطلاح تحمیل شد، تحمیل نمیشد، شما هم میرفتید همین رو ازدواج میکردید. آنچه که صورت گرفته یک تقدیر و قدر الهی است اومده به میدان. شما چون که بهتون وسوسه شده، چون که اطرافیان بهتون گفتن یا افرادی گفتن به شما تحمیل شده. چطور تحمیل شده؟ مگه شما انسان نبودید؟ میتونستید از همون لحظه اول این رو قبول نکنید. اما وقتی که پای ریزی شد، یک خانواده ای درست شد، همه انسان ها کوتاهی ها دارن، بدی ها دارن، خوبی ها دارن. پس ما به جای اینکه بیاییم چشامونو بذاریم روی عیبه های همسرمون، بیاییم خوبی هاشو هم بررسی کنیم. من به این دوستان توصیه میکنم شما بیایید تصور کنید که این طرف مقابل همسر شما نیست. بیا و مرد مردانه، عاقلانه، بیا بشین و خوبی های ایشون رو لیست بندی کن، 1, 2, 3, 4, 10, 20. و من به شما توصیه میکنم هیچ انسانی نیست که صدها خوبی نداشته باشه. شما حداقلش بیا 20 تا از خوبی های ایشون رو لیست بندی کن، شماره گذار. بعد در مقابل این بیا هم اون عیبه هایی که در اون میبینی و مطمئن هستی که عیب هست، اونها رو هم بیا یک لیستی ازشون تهیه کن. حالا ببین شما الان این طرف رو دوست دارید یا ندارید، آیا خوبیشو میبینید یا نمیبینید. همین یک حالت به اصطلاح عاطفی، یک حالت بیمارگونه ای که بیانگر اون قلبی هست که از خدا دور هست، قلبی هست که آلایش نشده، چشمایی هست که همیشه به نامحرم نگاه میکنه، همیشه به فیلمها و عکسهای مفتضح نگاه میکنه. اینها همش امکان نداره. ببینید ما گناه میکنیم، این بازتاب گناه است در زندگی ما. بیاییم خودمون رو اصلاح کنیم، در پایه اصلاح بعد از این به اصطلاح کار عملی که من گفتم که بیای خوبیهاشو هم حساب کن، بدیهاشو هم حساب کن. اگر بعد از اینها دونستی که شما اصلا با هم سازگار نیستید، باز برمیگردی نگاه میکنی که خب الان جدایی من چه پیامدهایی خواهد داشت. شما وقتی میگید که به شما تحمیل شده، خب شما قبول چرا قبول کرد؟ حالا که قبول کردید، یک خانمی یا یک آقایی رو شما باش ازدواج کردید، الان آینده ایشون، پیامدهای زندگی ایشون ارتباط مستقیم داره با تصمیم شما. شما خیلی وقتا هست که به خاطر احترام طرف مقابل، به خاطر به اصطلاح ضایع نشدن زندگی اون، به خاطر فرزندان، به خاطر رابطه دو فامیل بزرگ، شما باید، نمیگم که شایسته هست، من میگم و تمرکز میکنم بر اینکه باید شما کوتاه بیایید، باید از خود گذشتگی بکنید. همه این کوتاه اومدن، صبر کردن، از خودگذشتگی نشان دادن به خاطر حفظ ناموس یک خانواده، روابط اجتماعی یک خانواده، آینده فرزندان، آینده همسرتون، همه اینها عبادت هست و همه اینها باعث میشه که زندگی شما
رونق پیدا کنه. یادمون نره که خیلی از این افکار و اوهامی که تو ذهن ما هست اینها ساخته و برداخته خودمون هست. و یادمون نره اون حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما تعریفش میکنن که شیطان میاد هر روز برای بچه ها و بسیجی ها و بچه هایی که فرستاده برای خرابکاری، جوجه شیطان ها رو اینها رو جمع میکنه، همه جمع میشن دورش و گزارش میدن آقا چه دست گلی به آب انداختی، این میگه که من رفتم فلانی رو مجبورش کردم دزدی کنه، این میگه فلانی رو یک حرف وسوسهش کردم غیبت کنه، فلانی رو وسوسه کردم دروغ بگه. اصلا شیطان اینا اصلا براش مهم نیست، همچین نشون نگاه میکنه که آی شما اگه سربازای به اصطلاح دست و پا چرفت هیچ کار نکردید. یکی از همین جوجه شیطان ها بلند میشه میگه که من رفتم فلانی رو تو دلش وسوسه انداختم، با همسرش به اصطلاح دعواشون انداختم. اینجا که شیطان خیلی خوشحال میشه، بلند میشه، این جوجه شیطان کوچیکه رو میگیره بغلش میکنه، سرش رو میبوسه، میگه بله این کار کار توه، تو کار درستی کردی. ببینید چقدر مهم هست تماسک و انسجام یک خانواده، بنیان اساسی جامعه. این پایگاه رو اگر ما به هم ریختیم، در واقع در اینجا حق من نوعی مطرح نیست آقا، حق جامعه مطرح هست. اینجاست که ما باید از خود گذشتگی نشون بدیم، بیاییم تا حد امکان اصلاح کنیم خودمون رو و این فضای خانواده رو فضای عشق، عاطفه و محبت کنیم. خیلی ممنونم جناب دکتر. من آخرین سوالم رو از خدمت شما بپرسم، بعد برمیگردیم دقایق آخر رو در کنار استاد عباسی عزیز در استودیو باشیم. موضوع اعتیاد، مادر دلسوخته ای نوشتن که سلام، سوال داشتم، مادر سه بچه هستم، شوهرم معتاده و به ما خرجی هم نمیده، یه سرپناه داریم، میگه اینو میفروشمش، راهنماییم کنید چیکار کنم. کلا راهنمایی شما و توصیه شما به اون عزیزانی که یکی از اعضای خانواده معتاده، الان خصوص وقتی پدر خانواده معتاده، توصیه شما به همسر و فرزندان این خانواده چیست؟ بله، من به همچنین خانواده هایی و به محیطی که این خانواده توش قرار داده و به کل جامعه این نکته رو اشاره کنم. برادر عزیز، یک معتاد بله یک گناهکار هست، یک جنایتکار هست بله، همه اینها جای خودش، اما یک بیمار هست، یک کسی هست که تو چاه افتاده و هیچ معتادی را ما نمیبینیم که افتخار کنه و بره به صلاح هر جا بگه که من معتادم. میبینی خودش رو میخزه توی سوراخی، خودش رو پنهان میکنه، از چشم مردم فرار میکنه، یک بنده خدایی هست، یک لغزشی ازش صورت گرفته، توی یک چاله افتاده. اعتیاد مثل یه باطلاق هست، هر چه دست و پا میزنه که بیاد بیرون بیشتر فرو میره. وظیفه ما این هست که این رو بگیریم و از این محیط درش بیاریم. اگر هم حالتی هست مثل حالت این خانم، این خانم و فرزندانش با هم دست به دست با هم و با استفاده از اهرم‌های اجتماعی، با استفاده از خویشاوندان، با استفاده از افرادی که حرفشون تو این خانواده حرف هست، حتی اگر نیاز شد با استفاده از به اصطلاح مراکز قوتی که در جامعه هست، به اصطلاح مراکز حقوقی جامعه، نباید بذاریم که این به اصطلاح فرد معتاد بنیان اقتصادی جامعه، سرپناه اون خانواده رو از دستشون بگیره. به هر صورتی شده با استفاده از همه اهرم قدرت دست و پایش رو ببندیم و اجازه ندیم که به خاطر رسیدن به شهوت‌های خودش یک خانواده رو داغون کنه. و در عین حال دید ما برای معتاد یک دید دلسوزانه باشه، همونطور که به یک بیمار نگاه میکنیم، همونطور به یک کسی که به اصطلاح مریض هست توی چاله افتاده دلسوزانه بهش نگاه میکنیم، سعی کنیم اینها رو دستشون رو بگیریم، کمکشون کنیم تا از این منجلابی که توش گیر افتادند بیان بیرون. خیلی ممنونم جناب دکتر. من تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید و خداحافظی شما رو با بینندگان داشته باشیم. من سوال آخر رو از جناب استاد عباسی داخل استودیو میپرسم. بنده هم از شما و اتاق فرمان و شبکه جهانی وصال حق و همه بینندگان کمال تشکر رو دارم که با ما همراه بودید و خیلی خیلی سپاسگزارم از استاد ارشمند و بزرگوارمون جناب استاد
ماجد عباسی که شرف دادن و در این برنامه ما را همراهی کردن. بنده خیلی هم باز هم از شما تشکر می کنم که این فرصت رو به من دادید. خدایارتون و از همتون التماس دعا دارم. موفق و پیروز و شادکام باشید. همچنین الله یار و نگهدار شما و همه بینندگان عزیز باد. جناب استاد عباسی، یک سوال دیگری که حالا تا وقت چند دقیقه که وقت داریم، 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، خواهری پرسیدن که سلام، من یک خانم شیعه هستم که خواستگار سنی دارم، از من خواسته که مذهبم رو تغییر بدم و من قبول نمی کنم، به خاطر همین هم ما به مشکل برخوردیم، راهنماییم کنید که من چیکار بکنم با این برادر سنی. کلی در این موارد اگر بگم شما سوالتون اشتباست، از من میپرسید؟ خب من اینجا یک حکم بی‌طرف نیستم. نه خب ایشون حالا محبت دارن نسبت به کانال و اومدن که راهنمایی میکنن، که لطفشون نشان لطف ایشون از بیننده های برنامه هستن و خب حالا میخوان که چون ما یک صحبتی با این برادر ظاهرا خطاب برادر خطاب قرار بدیم تو کتاب بیاد از این چیزش، توصیه شما به عزیزانی که به هر حال تفاوت دیدگاه دارن نسبت به مسائل عقیدتی شیعه و سنی، واضح تر بگیم چه خواهری چه برادری، حالا میخواد ازدواج بکنن و اگر راهی وجود داره چگونه است، یا اصلا کلا شما موافق نیستید با این ازدواج؟ من تشکر میکنم از این خواهر محترم که واقعا احساس میکنم واقعا منصف هستن و نظر لطف دارن به ما و به شبکه جهانی وصال حق، اما در دید بسیاری از بیننده شاید ما یک داور بی‌طرف نباشیم. اما به دور از هر گونه جانبداری، این قضیه به این برمیگرده که دید ما از نظر شرعی اگر بخوایم بررسی کنیم، از نظر شرعی بررسی میکنیم و از نظر اجتماعی و عاطفی انشالله، از نظر شرعی اگر طرف مقابل، ما به عنوان یک مسلمان سنی این گونه نظرمون هست که اگر طرف مقابل چه مرد چه زن شیعه باشه اما عقاید رافضیت رو، عقایدی که در آن کفر بواح هست، مثلا قول به تحریف قرآن، قول به ارتداد صحابه، اکثریت صحابه، همین چیزی که الان در کتب شیعه و در استوانه های مذهب هست، قول به افک ام المؤمنین چون آیه نازل شده، اعتقاد به شرک مستقیم، شرک، بله، ندا از غیر الله و خواستن از امام رضا و امام حسین و کربلا و غیره و غیره. در این عقاید بالاتر دوستان امام من از بله بالا عقاید به هر حال بیشتر از اینم هست، اما اینها رؤوسش هست. بله. اگر در این نواقض واقع نشده اون شخص، حالا اسم شیعه باشه، اسم مهم نیست، اسم مهم نیست، بلکه مسمى مهم هست، عملکرد مهم است. اگر در این عقاید واقع نشده باشه، خب پس برادر مسلمان ماست. حالا اگر اشتباهاتی داره، بدعت هایی داره، اشکالات عقیدتی و فقهی و غیره و غیره داره، خب 100% داره، اما ما نمیتونیم اون رو از مسلمانی خارج کنیم و از برادری خارجش کنیم یا خواهری خارجش کنیم. خب در این صورت بنابر فتوای بیشتر علما، توده اهل تشیعی که این عقاید رو ندارن، ما میتونیم باشون ازدواج بکنیم و هم چه حالا چه زن و چه مرد این شامل میشن این حکم رو. اما از نظر روانشناسی در واقع و اجتماعی اگر بخوایم بررسی بکنیم، بستگی داره به مکانت و جایگاه اون شخص. چه بسا من اگر یک همسری رو انتخاب بکنم که ولو اینکه این عقاید رو هم نداشته باشه، چون این عقاید گفتیم خط قرمزه، اگر داشته باشه من به هیچ وجه نمیتونم با اون ازدواج بکنم، فایده هم نداره بعدها بله درگیری و حتی تاثیر منفی خواهد گذاشت در فرزندها، تربیت فرزندها، آینده فرزندها. به شوهر پایبند باشه به اعتقادش، اگه پایبندم نباشه، بازم وقتی کسی با عقیده خودش پایبند نیست و کوتاه اومده، چطور به شما خواهر میخواد پایبند بشه در زندگی؟ بازم هیچ تفاوتی نداره دیگه، براش مهم نیست برات. اما برمیگردیم به قضیه روانشناسیش و جنبه اجتماعیش. من توصیه میکنم این کار رو، معمولا من توصیه میکنم به برادران و خواهران اهل سنت که این کار رو نکنند، مگر اینکه اون برادر و یا اون خواهر، به ویژه برادر، از خودش، از علم خودش، از ایمان خودش، از تقوای خودش به گونه مطمئن باشه که میتونه تأثیر بگذاره در طرف مقابل و همچنین زمینه مساعد رو در طرف مقابل میبینه که این شخص دچار اون عقاید تندرو یا عقاید به هر حال رافضیگری نیست و یا نخواهد شد در آینده.
زیرا ما بازم بر بگردیم به تجربه میبینیم که نمونه های ناموفق زیادی رو داشتیم و نمونه های موفق زیادی رو هم داشتیم. امیدوارم که خواهرمون از این صحبت آزرده خاطر نشده باشن. واقعیت است که نمیتونیم کتمان بکنیم اگر چنین باوری رو شما نسبت مسائلی که ذکر شد داشته باشید و خب شوهر شما از اهل سنت باشه، یقینا شما در تضاد دقیقتی با ایشون قرار دارید و دو حالت بیشتر نداره، یا اینکه دچار مشکل و استکاک در زندگی خواهید شد، همیشه مشکل دارید، و اگرم اون کوتاه اومده باشه از این عقاید دیگه نمیشه گفت اون سنیه، و کسی که از اعتقاد خودش کوتاه اومده چه ضمانتی در برابر شما خواهد داشت در زندگی و برای حال برای شما مشکل خواهد شد، مگر اینکه شما خدای نکرده مثلا حالا این عقاید رو که انشاءالله که نداشته باشید و قبول بکنید این مسائل رو، اگر ندارید خدا من گفتم خدای نکرده اینکه نقاد نداشته باشید، و اگر همچین عقایدی ندارید خب انشاءالله که مشکلی نخواهید داشت. جناب استاد من تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و صحبت پایانی شما رو، بینندگان عزیز در حد یک دقیقه میشنویم و پایان خواهش میکنم. منم تشکر میکنم، بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین از استاد بزرگوار دکتر محمد عمرا که واقعا استفاده بردیم از ایشون و همچنین از شما و از این برنامه بسیار مفید. الله متعال رو خواهانم که توفیق بده که این برنامه روز به روز پربارتر بشه و من تشکر میکنم، تشکر ویژه از بیننده های عزیز که تا این لحظه پای گیرنده ها نشستن و به هر حال به صحبت های ما گوش دادن و ما رو تحمل کردن. لطف فرمودید. همچنین از شما بینندگان عزیز بنده هم تشکر میکنم از اینکه بار دیگر برنامه خودتون رو یاری کردید تا آخرین لحظه. در طول هفته هم میتونید با پیامکی که زیرنویس میشه همیشه روی صفحه کانال هست میتونید پیام هاتون رو بفرستید، انتقادات، نظرات، پیشنهادات انشاءالله در طول برنامه حتما مطرح خواهد شد. الله یار و نگهدار شما.